الحمدلله وحده و الصلاه و السلام علی من لا نبی بعده. سلام و رحمت الله بر همه شما بینندگان عزیز. ما در برنامه پاسخ به کتاب نقد قرآن به صفحه 215 این کتاب طولانی رسیدیم و شما میدونید که بعضی از مردم فکر میکنن که اگر ادله های زیادتری رو بیرون بریزن بالاخره یک مردم باور میکنه. این یک روش باطل هست که سعی میکنه اگر 100 دلیل یه دفعه رو کنه و دیگه مردم میگه مگه میشه کتاب 900 صفحه همش غلط باشه. اما تا 215 دیدید که هیچ چیزش درست نبود، غلط در غلط بود. ولی یک نکته را قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، من به آقایون و خانم های ناباور، کسایی که عقیده به الله ندارن، عرض کنم که اینجوری نشه که دنیای شما رو روحانیت شیعه خراب کرده. اونایی که البته مخاطب ما ایرانی ها هستن، ناباورهای ایرانی، ملحدهای ایرانی، اینطور نشه که دنیای شما رو خراب کرده آخرت شما رو هم خراب کنه. خب خواهی نخواهی در دنیای شما تأثیر گذاشته، کشور خراب کرده، پولش رو خراب کرده، اقتصادش رو خراب کرده، طبیعتش رو خراب کرده، خب در زندگی شما هم تأثیر گذاشته. اما اینجوری نشه که شما در دشمنی با این با حق هم دشمنی کنید. چیزی که من باید به شما بگم، یک نصیحت که از یک برادر دلسوز بشنوید، این است که روحانیت شیعه ابدا اصلا نماینده اسلام نیست. شما نگاه کنید، رئیس جمهور کشور ما عمامه بر سر داره، قبل از اینکه رئیس جمهور باشه یک آخونده، یک مبلغ دینیه، به گمان خودش من لباس پیغمبر میگه پوشیدم. خب این چنین شخصی میاد به راحتی مثل آب خوردن، حالا یک مثلا آدم یک چیز دروغی بگه که مثلا بین 4 نفر در بین همه ملت‌های عالم یک دروغی رو میگه که یعنی که انسان عادی باید نگه وای به حال کسی که رئیس جمهوره. رئیس جمهور چیه؟ عالم دینه، بالاخره یک حجت الاسلام و آیت اللهی که هست، یعنی بالاترین درجات دارن دیگه، و اگر لیاقت نمیداش از بقیه هم یعنی بالاتره. خب راحت میاد میگه که من تبریک میگم پیروزی در حلب رو به ملت سوریه. خب یعنی ملتی در سوریه وجود داره، این داره بهش تبریک میگه، خیلی راحت. علی کی داره تبریک میگه؟ مردم سوریه میگه در حلب پیروز شدن. حالا ما به جنبه سیاسیش کار نداریم، به جنبه راست دروغش نگاه کنید که یک روحانی حق داره اینطوری دروغ بگه. این همه ملت که فرار کرده به اردن، به لبنان، اینا ملت کجا هست؟ این هم ملت که رفته ترکیه 2.5 میلیون، 1 میلیون که اروپا رفته، همینطور اگه در باز کنه هم میگریزن. این من کجا رو نگاه کنم؟ درست نگاه میکنم؟ متفرمان صدا در گوش بله. عرضم به حضورتون که پس چی؟ وقتی که چنین دروغی میگه، خب در دین هم دروغ گفته، چیزایی با خودش درست کرده. اینطور نشه که در زیده با اونا دنیاتون جهنم شد، آخرتون هم جهنم بشه. خداوند به شما عقل داده، فکر کنید چطور ممکنه یک کسی که اینطوری دروغ میگه نماینده دین باشه؟ شما حرف او رو میبینی باز میگه آقا همتون یه جورید. آقا چرا همه ما یه جور باشیم؟ این بی‌انصافی رو چرا میگی به کار میبرید که همه شما یه جورید؟ اگه میشه؟ خب حالا بریم سر بحث. در صفحه 215 به ناسخ و منسوخ میرسیم. این آقای ملحد ایراد گرفته که چرا در قرآن ناسخ شده و منسوخ شده آیات.
مگه میشم چیزی؟ و لطفا سفر بیارید، من به صورت سریع میخونم چون امروز تقریبا دو تا گفتگو با دوستان داریم، نمیخوام زیاد طولانی بشه. به صورت مجمل صحبتاش میخونم. میگه که آقا ما در زندگی ممکنه اشتباه کنیم، اما خدا نمیتونه اشتباه کنه. که ما میگه حرف قبلی خود رو نسخ میکنیم، یه چیزی میگیم فردا میگیم که آقا این حرف ما درست نبود. الله چطور در قرآن ناسخ و منسوخ برای ما درست کرده؟ این هم چیزی نمیشه، مگر اینکه ما باید قبول کنیم. بنابراین تغییر نظر مکرر مخصوصا از خدا قبیح است. اما مفسران برای فرار از این اشکال گفتند که خدا میتواند حکمش را متناسب با انسانهایی که در زمانها و شرایطهای مختلف زندگی میکنند تغییر دهد، که این تغییر به خاطر ضعف انسان است نه ضعف خدا. این مطلب تکیگاه مفسران برای دفاع از نسخه‌های قرآنی است. البته حتی با قبول این نظر، اگر خدا بتواند حکم را به نحوی بیان کند که مجبور به اصلاح آن نشود، قطعا بهتر است. نظر این مفسران ظاهرا خوب است، اما ما در اینجا در بررسی عینی عده از نسخه‌های مورد قبول نشان خواهیم داد که این نسخه‌ها نه ناشی از تدریجی بودن حکم است، نه ناشی از تناسب وضعیت انسان‌ها در دوره حضرت محمد، نبوت حضرت محمد، بلکه ناشی از ناآگاهی است. و مؤید این است که نسخ کار حضرت محمد است، نه کار الله. این طبعا داره ملحد اینو میگه. نشان خواهیم داد که اگر خدا قرآن کار خدا بود، خدا می توانست احکام را به نحوی بیان کند که نیازی به نسخ نباشد. و خلاصه باز صحبت کرده، مثلا یکی اومده در مورد لا اکراه فی الدین گفته که گفته آقا در دین اکراهی نیست. باز در اینجا گفته که حالا اینا میرسه در لا اکراه فی الدین برای اثبات آزادی عقیده در اسلام میگه و نمیدونن که این آیات با آیات سیف نسخ شدن. طبعا این ضعف نمیتواند کار خدا باشد، بلکه کار حضرت محمد است. نگاه کنید، من توضیحش براتون میگم. میگه که آقای قرآن اول یه چیزی گفته، فردا اومده نسخ کرده، در حالی که نسخ نیست. لا اکراه فی الدین تا حالا هم هست. این بعضی چیزا رو نفهمیده. ناسخ و منسوخ تو قرآن داریم، اما یه چیزایی از نفهمی خودش اضافه کرده. چنین چیزی نیست. لا اکراه فی الدین است، اما آیات سیف اومده برای کسی که با شما دشمنی میکنه، به شما حمله میکنه، نه به هر کسی. اکس آزاد است در دین خودش. همین در زمان خود پیامبر، مگر یهود و نصارا تو همین مدینه آزاد نبودن؟ مگر با پیامبر نمیومد نصارا نگو ما با تو مباهله میکنیم؟ شاید بگه آقا مشرکین. میگه مشرکین مکه چون که قبله شون گرفته بودیم، جنگ خودشون شروع کرده بود دیگه، جنگ بین ما و اونا دیگه مسئله خون بود. مشرکین غیر مکه ما کار نداریم. مشرکین مکه دیگه نمیشد با اونا، چون که اونا جنگ شروع کردن و ما قبله شون گرفته بودیم. برای همین پیامبر گفت آقا دیگه در چیز مشرک نباش. در بیت در چی میگن؟ من نفهم صدا از کامپیوتر من بود، اگر بود ببند. بله. عرضم به حضورتون که پس اکراهی نیست. کسی با جنگ میکنه جنگ میکنه. تمام کشورهای دنیا الان ارتش داره. ارتشا که گل پرتاب نمیکنه به هم دیگه. ارتشا به هم دیگه که عطر پرتاب نمیکنه، بمب پرتاب میکنه. همه هم ارتش دارن. ارتش دفاعی همه دارن. چرا به ما که میرسه ظلم میشه؟ همه هم میگن لا اکراه فی الدین، اما ارتش هم دارن. پس یک بعضی چیزاش احمقانه است، حالا اونا رو جواب نمیده. اما چیزایی که واقعا گفته ناسخ منسوخ ما تو قرآن داریم، اونا رو جواب میده. خب میگه که خداوند میفرماد، ملحد میگه وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. میگه خدا گفته کلمات من تغییر نمیکنه، پس چرا تغییرش داده؟ میگه بارها تو قرآن اومده که لا مبدل لکلماته، چرا تغییرش داده؟ آقا تغییرش نداده، همون چیزی که خواسته آورده. ببینید یک نکته در اینجا هست که البته اینو باید بعدن توضیح میدادم، ولی حالا میگم. بذار جواب اصلا همین ناسخ منسوخ رو بدم، باز میرم روی مثالهای عینیش. ببینید اگه شما یادتون باشه دو هفته قبل ما با یک دوست ملحدی، به این خاطر میگم دوست که به اصطلاح حاضر به صحبت بود مؤدبانه، با یک دوست ملحدی بحث می‌کردیم. ایشون میگه آقا خدا چرا دنیا رو اینجوری ساخت؟ من اگر در دست من بود اینجوری می‌ساختم، هر کس هر حاجتی داشت بهش میدادم. زن اگه می‌خواست مرد بشه مردش می‌کردم، مرد می‌خواست اگه زن بشه زنش می‌کردم، هر کاری که انسان می‌خواد براش می‌کردم، مرگ از بین می‌بردم. بابا جون دنیا رو خدا ساخته، اینجوری ساخته، تو می‌تونی بساز بهترشو بساز، باز حرف بزن. این میمونه که ما آقا این هواپیمای بوئینگ ببینیم، میگه آقا چرا این مثال اینجوری ساخته شده، چرا توش مثال دوش حمام نیست. خب بابا جان تو بهتر میتونی بساز. اگه نمیسازی که همین هست،
این که نمیشه در خیالات زندگی کنیم. حالا ما میگیم که قرآن به همین صورت نازل شده. یکی ایراد میگرفت که آقا چرا قرآن در 23 سال نازل شده، چرا یه دفعه نازل نشده؟ یکی ایراد میگیره که چرا در سوره توبه بسم الله نداره و در بقیه جاها بسم الله داره؟ یکی ایراد میگیره که چرا متشابه و محکم داره؟ یکی الان ایراد گرفت که چرا ناسخ و منسوخ داره؟ مثل این صدها ایراد میگیره. چی؟ یکی ایراد میگیره که چرا بر اساس نزول نازل نشده، نوشته نشده؟ یکی ایراد میگیره چرا موضوع بندی نشده؟ آقا موضوع مثلا قوم هود رو، سمود رو مثال، همه رو یه جا ننوشته. یکی اول نوشته، وسط نوشته، آخر نوشته، با هم قاطی پاتی نوشته. هر کسی یه جور ایراد میگیره. آقا ما میگیم که قرآن خودش میگه که این هواپیمای بوئینگ رو، مثال فقط برای فهمیدن میزنم، یعنی هیچ مثال قابلش چیز نیست، این کلام الله است، من اینجوری ساختم، تو بهتر میتونی بسازی؟ بفرما. حالا میگم چرا ناسخ منسوخ رو اینجور آورده، این رو خواهم گفت، ولی میخوام بگم اصلا اصل ایراد احمقانه است. یه هواپیمایی ساخته شده به همین مشخصات، اگه تو بهتر میساختی باز میتونستی یه حرفی بزنی. خود خداوند وقتی قرآن رو نازل کرد، بارها بشر رو به مبارزه طلبید. اول قرآن میفرماد و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. میگه اگه شما شک هستید که این کتاب از ماست، این رو مثل که این ملحد میگه که از کار حضرت محمد است و کار الله نیست، زبانم لال، کلام الله نیست، میگه خیلی خوب اینجوریه، اگه کلام محمد صلی الله علیه و سلم که یک بشر بوده، خب شما هم یه چیزی بیارید مثل اون. نمیگه همه قرآن بیارید، فأتوا بسورة من مثله، یک سوره مثلش بیارید. معنی این حرف چیه؟ حالا میرسیم به اصل. یعنی ملحد عوضی که بیاد حرف حساب بزنه، این که میگم حالا چرا ناسخ منسوخ اومده ها، میخوام بگم اصلا اصل ایراد غلطه. دلم میخواد آقا این هواپیمای بوئینگ صندلیش اینجا بذارم، تو چی کاره ای که من میگی دو تا راه رو نذار، سه تا راه رو بذار، تو برو خودت بساز، بهتر بساز. اما و خواهم گفت چرا ناسخ منسوخ، اما میخوام بگم که اصل قضیه رو فراموش کرده. آقا تو یک هواپیما بساز که از این بهتر بپره، سرعتش از این بیشتر باشه، باز بیا حرف بزن. خداوند جل جلاله در قرآن میفرماد که شما یک سوره مثل این بیارید. یه سوره مثل این بیارید یعنی چی؟ یعنی اینکه سوره چی داره مگه توش؟ سوره آیات قرآن حکمت دیگه، دستورات داره. دستوری بیار که از دستورات اینا بهتر باشه. حالا اومده به دستورات قرآن ایراد گرفته، ما ببینیم که اون دستوری که ایراد گرفته خودش چی داره. جالبه که در اینجا خدا زد اینا رسوا کرده. ملحد دیگه، خدا هم که با ملحدا دشمنه، در همین حرفای خودش اینطوری گرفته میشه، به الله ایراد گرفته. طبعا اون منظورش که اصلا قبول نداره که اللهی هست، فکر میکنه که حضرت محمد قرآن رو نوشته، به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایراد گرفته که چرا این آیه تو قرآنش هست. ما میگیم خیلی خوب، فتو به صورت من مثله، اصلا نه، فتو به آیه من مثله، یا آیه مثلش بیاد، سوره رو ول کن. بریم ببینیم که عرضم به حضور شما اون سه چیزی که ایراد گرفته رو براتون بیارم. خیلی ایرادای بی خود همش گرفته، مثلا در مورد آزادی عقیده، لا اکراه فی الدین، و که گفتم براتون توضیح دادم، گفتم که ایراد بی خودی است. خب اما در اینجا 200 و چند نوشته بودم، ببخشید دوستان، یک دفعه ببینم که 231 به نظرم بود. بله، خب نسخ لزوم عدالت کامل بین همسران، لطفا بیارید. در آیه 3 نساء جواز گرفتن 4 همسر، این داره ملحد میگه ها، 4 همسر دائم برای مردان صادر شد، ولی این جواز مشروط به عدالت بین همسران است. آیه این است: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ألا تعولوا. خب میفرماد که عروسی کنید با زنان 2, 3, 4 و اگر ترسیدید که عدالت نکنید 1. ترجمه هم خودش نوشته، هر چی از زنان را که می شما پسند افتاد 2, 3, 4 تا همسری بگیرید، پس اگر بیم کردید که به عدالت رفتار نکنید به یکی و یا آنچه که مالک شدید از کنیزان اکتفا کنید، این نزدیکتر است تا به ستم نکنید. باز میگه در همین سوره در آیه 129 نساء حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شرط عدالت را نسخ کرد. آیه این است: ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. خب میگه شما نمیتونید این کارو بکنید، ولیکن یعنی امکان نداره که شما عدالت برقرار کنید. حالا تمیل کل المیل، ولیکن همه میل رو یه طرف ندید، مرادات مراعات رعایت بکنید، مراعات بکنید تا اونجایی که میتونید. خیلی خب، بله
ممنون اتاق فرمان. خب اینجا دوبارش ببینید، دوبارش ببینید. در این آیه، آیه ناسخ، ناسخ نیست، این تو خودت گفتی ناسخ، هر دوش درسته. مگه منسوخ شده؟ مگه ما مسلمان ها؟ ببین اول این دروغ رو ببین تو رو خدا. بیالی لطفا اتاق فرمان. میگه که این ناسخ آیه اوله. تو حالا تو دنیا کسی دیده که مسلمان ها بگه که یک مسلمانی بگه که قانون چهار زن در اسلام نیست و دو زن در اسلام نیست و این نسخ شده بخاطر اینکه نمیتونه عدالت کنه؟ اما میگه عدالت نسخ کرده. عدالت ما امروز میدونیم که تا حالا تا امروز هم که ما هستیم میدونیم که اگر به مردی دو زن داشته باشه و عدالت نکنه روز قیامت تو یک بدنش یعنی نصف بدن شل میاد از طور. از روز از ساعت اول وضعش خرابه، یعنی قبل از حسابرسی وضع این مرد خرابه، این وضعش خرابه که اگر عدالت رعایت نکنه. یک عدالت قلبی است که توضیح داره این آیات، یک عدالت قلبی است که در دست انسان نیست، مثل که حضرت پیامبر حضرت عایشه رو بیشتر دوست داشت همسران دیگه، اما به اون که وقت زیادتر نمیداد، همون وقت به اون میداد که به یک زن مثلا 50 ساله که همسرش بود وقت میداد، وقت شب رو مساوی تقسیم میکرد. پس این نسخ نشده. اما اینجا جالب یه چیزی گفته، اینجا بیار اینجا که خدایی که انسان میخواد رسوا کنه. این حالا اومده همون حرف ما رو که ما گفتیم که آقا اگه قرآن کلام الله نیست یک سوره مثلش بیار. اومده سوره مثلش آورده. جالبه دیگه، منظور سوره بیار. این بعضی مسلمان ها فکر میکنه که فقط جنبه ادبی قرآنه، جنبه به اصطلاح نظم قرآنه، جنبه به اصطلاح همین موزون بودن قرآنه. نه نه، اصلا مسئله جنبه حکم قرآنه، دستورات قرآنه. الله میفرماد یک دستور بهتر بیار. آقا من این ماشینم میبرم، بازم این هواپیمای بوئینگ مثال میزنم، خراب شده میخوام برم تعمیرش کنم، کدوم تعمیرگاه بهتره؟ الله جل جلاله میفرماد که تعمیرگاه انسان قرآنه، بهترین تعمیرگاه است. اگه شما میگی بهتره بیا نشون بده. حالا این آقا اومده تعمیر میکنه، میگه آقا من تعمیر میکنم، من سوره میارم مثل قرآن. خب ببینید چی نوشته. اینو به دقت نگاه کنید تا به عجز بشر رو ببینید. خطای بزرگ دیگر در این آیات جواز چند همسری است. لطفا سفر بیارید. نیازی به ذکر نیست که انسان تمایل شدید روانی به منحصر کردن همسرش به خودش دارد، یعنی مایل نیست که همسرش با کس دیگری غیر از خودش رابطه جنسی داشته باشد. از این ویژگی به عنوان غیرت یاد می شود که هم در زن و هم در مرد وجود دارد. تجویز چند همسری برخلاف این طبیعت انسانی و به شدت مشکل زاست و موجب از هم پاشیدن خانواده ها می شود و مشکلات فراوان تربیتی برای فرزندان چند همسر فراهم می کند، به طوری که همه مردم از این مشکلات آگاهند و امروز که آگاهی و شعور بشر افزایش یافته مردم کمتر زیر بار چنین اشتباهی می روند. در گذشته به دلیل زورمندی و تسلط مردان بر زنان، مردان این غیرت را برای خود ضروری می دانستند و برای زنان ممنوع کردند. به عبارت دیگر مردان می توانستند از هر چند همسر که خواستند بگیرند، ولی زنان حق چنین کاری را نداشتند و هر زن منحصر به یک مرد بود و حتی زنان را از دیدار و گفتار با مردان ممنوع می کردند. تا آنجا پیش رفتند که زنان را در خانه نشینی وادار ساختند. همه رفتارهای غیر عادلانه گذشتگان را نیز قرآن پذیرفته و مورد تایید قرار داده، در صورتی که اگر قرآن گفته خدا بود خدا می دانست که این حکم غیر عادلانه و برخلاف طبیعت روانی انسان است و آن را ممنوع می کرد. خیلی خوب، شما که ممنوع کردی، درسته؟ شما که ممنوع کردی، اومدی آبروش درست کنی، چشمش هم کور کردی. ممنوع کردی یا نکردی؟ همه کشورهای دنیا دو همسری ممنوعه، تقریبا غیر از چند کشور. حتی تو کشور اسلامی هم ممنوع کردید، یک چیزی درست کردید، شرطایی گذاشتید که آقا تو اگر تا نمیدونم اگر که شطور در چیز سوزن فرو رفت داخل شد اون وقت شما میتونید زن دوم بگیری. هم قانون عجب غریب گذاشتم کشورهای حتی اسلامی شم مثل پاکستان و خیره، چون در سکولارا اونجا حکومت میکنن. منطق از این است که شما اومدی درست کردی دیگه، بگید غلط است که یک انسان با چند تا همسر رابطه جنسی داشته باشه. شما نداری؟ همه مردا که در آمریکا آمار است که هر مردی از وزارت بهداشت آمریکا است، بارا نشون دادم، به طور متوسط هر مرد در طول زندگیش با 13 تا یا تا 45 سالگی با 13 تا زن رابطه داره و هر زن هم با 4 مرد رابطه داره در طول زندگیش. خب پس شما هم دیگه همین کار درست کردی. آزادم هست، میتونیم شب در خونه این باشه، فردا شب تو خونه این باشه، هر کاری دلش خواست آزاده دیگه. پس شما که نتونستی این کار رو به صورت یک نفر در بیاری. یک مسیح ممکنه حالا بگه آقا اجازه من برات در میارم، ما که قانون ما یکی است.
ما کار غربی ها رو قبول نداریم، کار اونا رو قبول نداریم. اول که ملحد که حق نداره حرف بزنه، چون که ملحد که میگه که هر کی به هر کیست. حالا اگه مرید میگه نه هر کی به هر کی نیست، یعنی بدتر از کار ما که داره کار میکنه. و نتیجهش هم چیست؟ نتیجه شما فکر میکنید که اینا به خاطر خدا، گربه به خاطر خدا ماهی میگیره؟ نتیجه این که زنها از خونه بیرون اومدن این است که بچه دار نمیشن، مجبور هستن که هر سال از همین قانون ما وام بگیرن. کشور ما کشورهای ما جنگا رو میاره در سوریه و دیگه، اگه ول کنن چرا جنگ باشه؟ تو عراق ول کنن چرا جنگ باشه؟ تو کشور ما بدبختی میارن، باز مردم ما فرار میکنن میرن اونجا و تا اونجایی که لازم دارن میگیرن، چون هر سال اینها باید 1 میلیون بچه داشته باشن، ندارن دیگه. خب زنا کار میکنه، از کجا بیارن بچه؟ زن مثل مرد کار میکنه، یعنی قانونش اینطور شده که نسلش داره از بین میره. همین حالا کشور آلمان 12% یا 27% مردمش خارجی هن. تا حالا فردا بیشتر میشه، اصلش از خارجی هست. نه اینکه اونا دوست داشته باشن، اگه دوست داشته باشن خب میبرن همه رو، خاطر که مجبورن یک تعداد معینی رو میبرن به خاطر همین قانون. یعنی اومد به اصطلاح قانون بذاره، اینطوری شد کارش. اما حالا یک مسیح بگه آقا اجازه، ما که یکی به یکی میگیم کشور پاک و دامنی رو چی میکنیم، ترویج میکنیم، نه مرد رو حق میدیم که خارج از رابطه جنسی داشته باشه، نه زن رو حق میدیم، ما میگیم بسم الله. و اتفاقا با مسیح بحث هم کردم، تسلیم هم شد. باز از اینترنت همه رو جمع کردن، تلویزیون به تلویزیون بحث کردیم، ما به اندیشه آنلاین، ولی همه شما خودمون از تلویزیون به اصطلاح وقتی که تو کلمه بودم پخش نشد، رکوردش ندارم. اونا که داشتن مطمئن بودیم، از اینترنت هم جمع کردن. اما من میتونم حالا بهتون بگم چی بهش گفتم. وقتی که با اون مناظره کردم، گفت اون که من سوره بهتر میارم، بهش گفتم بسم الله، ما میخوایم مسیحی بشیم همه ما. میگید دو تا زن بده دیگه، ما همه میخوایم مسیحی بشیم، تو میخوام پاکدامان هم باقی بمونیم. خب این الان عراقی همه میخوام مسیحی بشن، از کی که من عراق میشناسم در حال جنگ است. یک کشور به این کوچیکی مردا مثل خرمن درو میشن و زنا میمونن. زنای جوان پیر شد، دوباره دخترها بیوه شد، دوباره دخترای جوان پیر شد، دو نسل سه نسل تا اونجایی که ما شاهدیم این بدبختی در سرشون هست. گفتم برای اینا راه حل پیدا کن. تمام عراقی الان اومدن این تبشیر مسیحا رو قبول کردن، به قول شما خدا شما رو دوست دارد رو قبول کردن. راه حل تو چیه؟ اصلا نذاشتم مناظره کنه، بحث دور زدم، گفتم حرفت درسته، نشون بده به ما چیکار کنیم. همین حرف حالا به این ملحد میذارم، میگم شما راه نشون بده. حالا تو ایران ما چه خبره؟ 2 میلیون 3 میلیون معتاد، نمیدونم چند میلیون رفتن بیرون. بالاخره حقیقت این است که همینطور شده. حالا میگه دولت تقصیر داره، خب تقصیر داره، ولی این حقیقتی است که شده. 2-3 میلیون هم میرن به صلاح در اینترنت و غیر اینترنت خود رو ارضا میکنن، عروسی نمیکنن یا با صیغه و نمیدونم با فاحشه و اینا. خب همه دختر رو موندن. حالا اون روز من به از یک فامیل بسیار دور خود پرسیدم، نه در قشنگی کم داشتن، نه در نسب کم داشتن، نه در پولداری کم داشتن. حالا دینشون ما شما قبول نداریم، دینشون میگیم نمیگیم دیندار بودن، نه در اصل نسبشون کم بودی بود، نه در قشنگیشون کم بودی بود، نه در تحصیلشون کم بودی بود، نه در پولداریشون، خیلی پولدار بودن اما بازم عروسی نکردن. خب باید یه راهی باشه، خب ببر اینا راه پیدا کن. خب وقتی مرد نیست چی کار کنه؟ گناه زنه؟ نیست که، گناه اون که نیست. خدایی که مهربان است برای همه یک راه حلی گذاشته. خب میگه به همین زنی که شوهر کرده این ظلمه، خب این زن کی امضا کرده که ما چرا ما 6 میلیون بیوه تو همه ایران خودمون داریم؟ اینا که تو عروسی رفتن توی فکر نبود که شوهرش میمیره، اما مرد یا طلاق گرفت، 6 میلیون شدن. همین ایران ما کشور 80 میلیونی، خب یه قانونی که نتونه برای 6 میلیون یک دستور بذاره، اون به درد به اصطلاح لای جرز دیوار میخوره. شما چشم خود بستید، اون روز 3 دختر 50 ساله تو ایران خود رو کشتن. دختر بودن، 40 ساله 45 ساله 50 ساله خواهرم بودن، هیچ کس داشتم در نمیاد. خدا قانون میذاره، ولی اگه بشر قانون رو قبول نمیکنه اجباری هم نیست. کسی زور که نگفته بهشون که قبول کن، نه کسی تفنگ سر گرفته، نه حالا اگه کسی قبول نداره ما میگیم کافر است. ولیکن راه حل بهتر نداریم. الان مثل یک دکتری بری آقا پیش دکتر، میگه آقا پای این قطع نشه قلبش هم از کار میفته، تو میگه آقا پاش قطع نکن. خب تو راه حل بده قلبش از کار میفته. لذا ملحد، اگر من یک طرف حرف زدم، من در این مسئله تعدد که از همه بیشتر مردم باش مخالفن، میگم یک راه حل نشون بده، یک راه حل نشون بده. اگر راه حل نشون دادی خیلی خوبه، مشکل حل میشه.
اما میدونی که راه حل نیست. پس خلاصه کنیم، بحث زیاد شد، صحبت زیاد کردیم، خیلی صحبت کردیم، ما باید مناظرهمون هم ادامه بدیم و اتاق فرمان برگردیم و صحبتی داریم با آقای شریفی که بعد خلاف نشه. هیچ، من نمیفهم چرا اینقدر وقت گذشت. بله اتاق فرمان میام برنامه بریم. بله دوباره به شما بینندگان عزیز، من نکته اصلی رو نگفتم، دو نکته رو بگم. نکته اصلی این بود که حالا چرا ناسخ منسوخ هست؟ حرف ملحد بذار. ناسخ منسوخ در قرآن از اعجاز قرآن است به نظر من. چرا؟ شما ببینید، اولا اون حرفی که اینا میزنن که خداوند اگر کار خدا بود چرا حرفش تغییر میداد؟ اگر کار شما کار خدا نیست و حضرت محمد تغییرش داده، چرا در این 2500 سال، 1500 سال معذرت میخوام، در اون 10 سال خب شد، چرا در 1500 سال اگر واقعا یک نفر حرفش در 10 سال یا در 2 سال 10 بار عوض بشه، در 1500 سال باید که 1000 بار عوض بشه، باید که 100000 بار عوض بشه، اونم با این تکنولوژی که پیش رفته. پس چرا سجده اینجا میاد میگه که آقا یک آیه مثلش بیار، یک حکم مثلش بیار؟ این قدرت خداوند است. از سوره توبه بسم الله رو برداشته، این همه دشمن داره اما همه برداشتن. آیه ای هست که حکمش نیست، آیه هست، آیه ای هست که عرضم به حضور شما که حکمش هست، خدا آیه نیست. اصلا پیامبر که وفات یافتن قرآنی که جمع نکردن، اینقدر مطمئن بودن که این کلام الله خود جمع میشه و ما امروز بینیم که یک نقطهش تغییر نداره، در حال که توش راه ها گذاشته شده برای بازی در آوردن. مثل همین مسئله ناسخ و منسوخ، مثل اینکه یک مثلا فبی ای آلاء ربکما تکذبان مثلا تکرار میشه 31 بار توی یه سوره، میشه که برداشت یکی زیاد کرد یکی کم کرد، اگر نمیشه کلام دیگه آورد همین میشه که کپی کرد. اما یعنی مثل یکی است که یک نفر است که میگه آقا من اینقدر زور دارم، مثال ماشین بیاد بهم بزنه، قطار بیاد بهم بزنه، توپ تانک بیاد بهم بزنه، به من تأثیری نمیکنه. قرآن داره اینو میگه، میگه اینطور کتاب آوردم که همه جور بهانه‌ام گذاشتم برای مشرکین، برای بدعتی ها، برای کسایی که با قرآن مخالفن. حالا شیعه بگه سنی مخالفه، سنی بگه شیعه مخالفه، شیعه و سنی بگه ملحد مخالفه، اما ما میبینیم که یک واوش هم عوض نشده توسط هیچ کس، بهانه‌ام داشته. این قدرت نمایی الله است. این دلیل بر این است که این کتاب را الله فرستاده. یعنی اگر در 10 سال 10 بار عوض شد، خب باید در 1500 سال 300 بار دیگه مسلمان ها عوض میکردن. اما میبینیم که یک کلمهش عوض نکرد. این اصل قضیه است. اعجاز خداست. مثل که فرعون رو در خوابش آورد که موسی رو من
تو رو میکشه. همه بچه های بنی اسرائیل رو میکشت، خود موسی رو تو خونه خودش بزرگ کرد. این قدرت نمای الله است. قرآن رو در خونه بدترین مشرکا داخل کرده و همونا حفظش میکنن از اول تا آخر. من تو برنامه خودم مگر نه این است که از هر صفحه بر ضد شیعه دلیل میارم از قرآن تو برهان قاطع، ولی همین تو خونه هر علمای شیعه هست. چرا؟ این قدرت نمای قرآنه. دشمنشون رو تو قرآن، که قرآن دشمن مشرکین هست، تو خونه‌ش هم هست. خب ما بریم توی، اگر ملحدی باشه بیاد سر خط و جواب بده در مسئله همین که فتو به صورت مثله، که آیا بهترین راه حل چیه برای کسی که اگر دو همسری مثلا غلطه، دستور قرآن زیر سوال بردن دیگه، از این راه بهتره که به ما نشان بده، ما فردا ول میکنیم اسلام رو. حالا ما با آقای شریفی وقت گفتگوی ماست. قرار است که ما و ایشون در مورد دلایل عقلی شیعه بر رد خلافت حضرت ابوبکر صحبت کنیم. آقا پشت خط هستن آقای؟ بله. آقای شریفی رو بیارین روی صفحه تلویزیون اگر در اسکایپ هستن، که سلام بهشون بکنم. اسکایپ تصویر داریم. بله تصویرش رو بیارین، من هست توی شبکه، من نمیبینم. بله خیلی خوب، سلام عرض میکنم آقای شریفی، بفرمایید صحبت کنید که ما بریم تو اصل موضوع. دوربین یک. بله آقای شریفی صدای من دارید، بفرمایید. صدای بندر دارید آقای سجودی؟ بله بله، سلام عرض میکنم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی نور، عمز برادران شیعه، همچنین برادران بزرگوار. ممنونم از شما، متشکر از شما. بحثی که جناب آقای سجودی این باب رو باز کردن و ما تشکر داریم از جناب آقای سجودی بابت این مطلب، ادامه پیدا کنه و این بحث بتونه بحث مفیدی برای شیعیان و همچنین اهل سنت عزیز باشه. من فقط آقای سجودی واسه خواهی کنم یه مقدمه یک دقیقه کوتاه اگر ازتون بگیرم. شما دو دقیقه وقت دارید صحبت کنید، اگر که میخواید شروع کنید صحبت کنید. دو دقیقه دیگه مقدمتون هم جزء صحبتاتونه، بفرمایید. نه این مقدمه که میخوام خدمت شما عرض کنم ربطی به موضوع مناظره نداره، من فقط خواستم میلاد پیامبر رو تبریک بگم خدمت همه. نه این کارو نکنید لطفاً، این کارو اجازه بدید. آیه شریفی، شما میدونید که ما میلاد ما روزی که شما به اصطلاح این کارا رو ما بدعت میدونیم، و اگر ببینید از سوء استفاده نکنید ازتون خواهش میکنم. من الان بیام مثال توی شبکه شما حرفی رو بزنم که شما قبول ندارید، مثلا به آقای خمینی بد بگم، این درست نیست. پیش ما که شما الان میگی میلاد حضرت پیامبر تبریک میگم، ما این رو بدعت میدونیم، از نظر ما بدعته. ما اینو نداشتیم که صحابه این کارو کرده باشن، خود پیامبر اومده باشه روز تولدش رو کیک درست کرده باشه، و این چیزا پیش ما بدعته و ائمه دین ما هم این کار رو انجام ندادن. حالا شما اصل موضوع میرید یا نمیخواید تو بحث دیگه برید؟ اگر یک لحظه در حد 30 ثانیه سجید، من این رو هم میگم میرم بحث سراغ این بحث که من خواستم این رو بگم. ما این مباحثی که ما با آقای سجودی می‌خوایم مطرح کنیم، بزرگ قطعا اعتقادات طرفین به نقد کشیده میشه. من از جانب خودم و جانب آقای سجودی می‌خواستم ببینند و عرض کنم که این نقد اعتقادات دال بر توهین نیست. دوستان عزیز بدون تعصب به این مناظرات و به این گفتگوها بنگرن. الحق و انصاف هم بنده ذاتم و فی نفسه هیچ مشکلی با خلفا ندارم و با اعتقادات اهل سنت به تبع جناب آقای سجودی هم همچنین. پس بحث علمی داریم خارج از توهین و ما توهین رو هم قبول نداریم. من خواستم این مقدمه رو فقط خدمت بینندگان. خیلی ممنون آقای. متشکرم از شما آقای شریفی. ما یک چیز از شما رو دوست داریم، هرچند که خیلی چیزای کاراتون رو دوست نداریم، این است که شما ماشاءالله مرد مصر رو کوشایی هستید و این صفت رو ما دوست داریم. دعا میکنیم که خداوند شما رو هدایت کنه و به عقیده ما بیایید. خب شما دو دقیقه باید صحبت کنید و موضوعی صحبت یادتون نره، دلایل عقلی شیعه ها بر رد خلافت حضرت ابوبکر. دو دقیقه شما رو شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از اولین ادله‌ای که ما بیان میکنیم برای اثبات عقیدمون و اینی که عقیده اهل سنت عقیده اشتباهی، اینی که هر کسی، هر ارگانی، هر شخصیتی برای بعد از خودش جانشین انتخاب میکنه. یعنی شما نمیتونید مکانی رو یا پستی رو و مقامی رو رها کنید بدون اینکه به هر حال برای بعد از اون یک تعیین جانشین و سرپرستی بشه، و این مبنای عقلاست و مبنای فهم صحابه هست.
و بدیهی دین هم نمیتونه با بدیهیات عرفی عقلی در تضاد باشه، چنانچه که جناب حفصه در صحیح مسلم روایتی رو نقل میکنه که به پدرش ابن عمر پیام میرسونه که مردم خیال میکنن تو جانشین انتخاب نمیکنی، اگر چوپان شتر یا چوپان گوسفندا گله رو رها کنه از بین خواهند رفت، رعایت وضعیت مردم مهمتر از گله گوسفنده. این پیام جناب حفصه است به خلیفه دوم، یعنی فهم صحابه که از نظر شما سلفی ها فهم صحابه برای شما حجت صحیح مسلم جلد 6 صفحه 5. این سخن حفصه میگه که حتی یک چوپان هم گله گوسفندش رو بدون تعیین تکلیف بعد از خودش و بدون سرپرست رها نمیکنه. این تو اقوال علمای اهل سنت هم نقل شده. جناب محمد ابن حسن شیبانی در شرح کتاب سیر الکبیر جلد 2 صفحه 803 تصریح بر این میکنه که اصلا جائز نیست امت را ترک کنی بدون تعیین خلیفه. یا جناب آقای محمد رشید رضا از بزرگان سلف شماست، سلفی هست، ایشون تصریح میکنه در کتاب الخلافه جلد 1 صفحه 18 بر این مبنا که امتهای گذشته و اهل سنت و جمهور از طوائف دیگر اجماع دارن بر نسب امام. به چه دلیل؟ جناب آقای رشید رضا میگه بر مسلمین هم از نظر شرع و هم از نظر عقل این قضیه واجبه. این فهم صحابه و فهم علمای شما، فهم عقلای شماست از این استدلال ما. اما شما میگید نه، پیغمبر که دینش شریعت های دیگر رو نسخ کرده و قرار نیست بعد از این پیغمبر پیغمبری دیگه بیاد و تا روز قیامت همین شریعت هست و انبیای گذشته همه به این شریعت نوید دادن، پیغمبر این امت رو به حال خودش رها کرد و طبق حرف جناب حفصه این امت ارزش تموم شد. آقای عزیز، دو دقیقه شما تموم شد، من وقتی صحبت کنم دو دقیقه خودم میگیرم. اما جواب شما، اولا این است که ما معتقد هستیم که چون پیامبر رو خداوند گفته جانشین نداره، ما برای جانشینی تعیین نمی کنیم، گفته خاتم النبیین. اما اینکه شما بفرمایید این کار غیر عقلانی است، برای ما توضیح بدید که اگر کار غیر عقلانی است چرا امام زمان این کار غیر عقلانی رو مرتکب شده؟ ایشون که به پشت پرده غیب کرد، غیب رفت، امروز ما از ایشون جانشینی نداریم. کمان که حضرت پیامبر که پشت پرده غیب رفت، ما میگیم جانشینی نداشته. اگه شما میگید که نه حضرت مهدی جانشین داره، بفرما و نشون بده جانشین مخصوص شو. اگه میخوای بگی که علمای ما جانشینش هستن، اینا که با هم دعوا داره، ما از کجا بفهمیم کی جانشینشه؟ پس کاری که شما غیر عقلانی میدونید مهدی شما مرتکب شده. وقتی که مهدی شما نه مهدی ما، مهدی شما این کارو مرتکب شده، شما چطور به حضرت مهدی خودتون توهین میکنید؟ من یک دقیقه صحبت نکردم، باز دو دقیقه بهتون وقت میدم. بسم الله، امیدوارم که جواب سوال منو بدید. بفرمایید. بریم سراغ بحث دوم شما. شما گفتی امام زمان رفته و برای خودش جانشین انتخاب کرده. آقای سوجید، ما این قضیه مناظره کردیم با شما. من اونجا گفتم امام زمان از دنیا نرفته که شما همچین استدلال به ما بکنید. و بعدم من همونجا هم گفتم امام زمان چه در عصر غیبت کبرا چه در غیبت صغرا تعیین تکلیف برای خودش کرد. نواب خواست در غیبت صغرا و نواب عام که فقهای واجد شرایطن که خود امام شرایط اونها رو بیان کرده، در عصر غیبت کبرا ما موظفیم دین رو از طریق اونها بگیریم. پس امام زمان طبق قاعده ما و طبق عقیده ما باز هم در عصر غیبت کبرا هم امتو بدون تعیین تکلیف رها نکرده. شما اگر میخواید اینو ببینید دوباره رجوع کنید به اون مناظره که با بنده داشتید، اونجا جوابتون دادم. اما گفتید پیغمبر چون خاتم الانبیاس نمیتونه جانشین انتخاب کنه. آقای سجودی، این دلیل شما چیه؟ به چه دلیل پیغمبر که خاتم النبیین هست نمیتونه جانشین انتخاب کنه؟ ربط شما و بیننده ها بگید که ما ربط این قضیه رو بدونیم. جناب حفصه تصریح بر این میکنه، میگه پیغمبر، روایت ایشون اینه، مضمون روایت اینه، یعنی اگر پیغمبر این امت رو بدون جانشین و سرپرست رها کرده رفته باشه، ارزش این امت از نظر پیغمبر شما از چارت گوسفند هم کمتره. این سخن جناب حفصه است. من از شما سوال میکنم، سوال من، آیا تعیین جانشین برای امر بعد خود یک امر عقلی هست آقای سجدی یا عقلی نیست؟ این یکی. چگونه اگر هست، چگونه امکان داره شریعت کامل خدا تضاد داشته باشه با بدیهیات عقلی عرفی و اینی که عقلای شما چنین نظری رو گفتن؟ و اگر شما هم اینا رو بخواید رد کنید، یعنی تنقیح و امر قبیح رو به پیغمبر و به خدا نسبت دادید، با حکم کسی که این امر رو به خدا و پیغمبر نسبت بده، جناب آقای سجودی از نظر شما چیز این دو تا چند تا سوالی که از شما پرسیدم، ممنون میشم اینها رو خدمت بنده پاسخ بدید. بسیار خوب، من به جای پاسخ به سوال شما، شما رو راحت میکنم. ما میرسیم به این مسئله که شما فرمودید دیگه، بالاخره از پیغمبر رسیدی به علمای فعلی ما که جانشین پیغمبر ما، حالا حضرت علی و امام مهدی رو بذار کنار، جانشین پیغمبر از نظر شما علمای ما هست، علمای شما. این رو ببخشید با این درست کنم این سفر باز که دو دقیقه من زیاد صحبت نکنم. پس علمای شما جانشین پیغمبر هستن، قبول داریم، ما با شما قبول میکنیم. خب این کدوم عالم است دیگه؟ مگه نمیگی که عقلانی نیست؟ به من بگو کدوم عالم واجد شرایط است؟
اگر واقعا یکی واجد شرایط است، چرا چند تا رهبر گذاشته؟ مگه میشه در یک کشور 50 تا پادشاه باشه؟ مگر میشه؟ سوال 10 بار تکرار میکنم، در یک کشور 50 تا پادشاه باشه؟ باز اگه پاپ بود میگفت یکی، باز میگفتیم یک چیزی. مگه میشه در یک کشور 50 تا پادشاه باشه؟ مگه میشه مهدی 50 تا پادشاه تعیین کنه؟ پس این همین دلیل بی خوده که شما داری میگی که آقا 50 نفر مالیات جمع میکنه، همه خمسا رو جمع میکنه تو جیبش میذاره یا مثلا برای خودش تقسیم میکنه، یکی به دو نفر میده، سوجیدی میره هم از مکارم میگیره هم سیستانی میگیره، یه بدبختی که عزت نفس داره نمیگیره. اما اون چیزی که مورد هفت سفر میدید، من جواب برای این خاطر نمیدم که برایش بر من معلوم است که شما اصلا متوجه این قضیه نمیشید، تفسیر از خودتون میکنید. اگر همینطور است چرا حفصه نمیگو بعد نگفت که چرا پیغمبر جانشین نذاشت؟ اگر گذاشت چرا به پدرش نگفت که از علی چرا پیروی نمیکنی؟ اینا البته بس نیست، میخوام چون تکرار میکنی خواهش میکنم اون دیگه تکرار نکن. خود بینندگان میفهمن که شما در مورد متون ما چقدر دور هستی. همین جواب بده، از بس یا دور نمیشیم. ما میگیم پیامبر خاتم النبیین است، جانشین نذاشت، برای اینکه اگه جانشین میذاشت ما بایستی از اون پیروی میکردیم، مثل که از خودش پیروی میکنیم. شما میگی جانشین گذاشته، میگیم نشان بده، میگه آقا از فقهای واجد شرایط، این واجد شرایطو کبلعلی خانی که توی فلان دهات لنگرود نشسته میتونه که واجد شرایطه؟ از کجا میدونه که واجد شرایطه؟ شاید دجال باشه، مثل آقای شریعت مداری که با خمینی جنگ کردن، شکر خدای دوتا جنگ کردن. ما قبل از این شریعت مداری آب دهانش مردم میخوردن، چطور اون نایب امام زمان بود و بس خمینی که او رو عزل کرد نایب امام زمان نشد؟ ما از کجا بفهمیم؟ پس این چیزی که شما میگی غیر عقلانی، آقای شریفی خودت داری انجام میدی، عزیز من خودت داری انجام میدی، برادر من خودت داری انجام میدی. من تعجب میکنم از این غیر عقلانی ترین کار هست که خودت کاری انجام میدی باز میگی کار غیر عقلانی است. وقت من تمام شد، بفرمایید. جناب آقای سجودی، شما سوال بنده رو پاسخ ندید. گفتم به چه دلیل پیغمبر میگید خاتم النبیین نمیتونه جانشین بعد خودش انتخاب کنه؟ شما اومدید یک چیزی حرف زدید، حرف خیلی خنده داری، میگید چون اگر پیغمبر انتخاب کنه باید ازش اطاعت کنیم. خب این که این عقیده شیعه است، اتفاقا استدلالش شیعه بر همینه. جناب آقای سجودی، ما هم همین رو میگیم، پیغمبر انتخاب کنه اون شخص قطعا واجب الاطاعت است، این که اعتقادش است و همین طور هم هست. ولی چه این چه بحثی داره، چه مشکلی داره با تعیین جانشین پیغمبر؟ این چه حرفیه که شما دارید میزنید؟ بعد اومدید میگید آقا در بین علمای شیعه خب اختلافه، یا مثلا میگم چطوری مردم بفهمن؟ آقا مردم موظفن بفهمیدن، این که مردم بفهمن چیه؟ امام میگه یک مجتهد واجد شرایط متقی زاهد با این شرایط، مردم باید برن دنبال این قضیه، نه باید برن دنبال جار. میگه بینشون اختلافه. خب آقا شما مگه نمیگه دین رو بعد از صحابه بگیریم؟ بین صحابتون میگه اختلاف نبوده، میگه این صحابه شما همدیگه رو تکفیر نکردن. جناب آقای ذهبی میگه حتی صحابه همدیگه رو تکفیر هم کردن. پس شما روحی این روحی نرو. ما گفتیم بحثمون سر اینه، امام زمان در عصر غیبت کبرا هم تعیین تکلیف کرد، مردم رو به حال خودش رها نکرد. میگه من روایت حفصه رو نمیخوام جواب بدم. شما نمیتونید روایت حفصه رو جواب بدید، چون روایت حفصه تصریح برای میکنه که آقا باید خلیفه تعیین بشه، و فهم جناب ابوبکر هم همینه، چون جناب ابوبکر عمر رو نصب کرد. این تصریح اعتقادات شماست. من از علمای شما میخونم، جناب آقای تفتازانی میگه نسب امام واجب است در شرح المقاصد جلد 5 صفحه 235، جناب آقای غزالی میگه نسب امام از ضروریات شرعه، جناب آقای سبکی میگه امامت مهمترین بحث صحابه برای پیامبر بوده، حتی جناب آقای شهرستانی میگه بزرگترین امر اختلافی در بین امت که برای شمشیر کشیده شده خلافت بوده، ابن تیمیه میگه ولایت امر از اوجب واجباته. چه اوجب واجباتی که خود پیغمبر این رو انجام نداده؟ آقای سجودی، من میگم شما سوال من جواب ندید، آیا تعیین جانشین و سرپرست عقیده یک مطلب عقلانی هست یا نیست؟ آقای سجودی جواب اصلی من اینه، سوال اصلی من اینه، جواب اصلی که شما باید بگید اینه، این عقلانی هست یا عقلانی نیست؟ این رو بگو یا بله یا خیر، تا وضعیت مناظره و وضعیت بحث مشخص بشه. جناب آقای سجودی در خدمت شما هستم. صدای زنگ شنیدید؟ الحمدلله که وقتتون با صدای زنگ تموم شد. ببین عزیز من اینجا ننشستم که به سوالای مسخره شما جواب بدم. هزاران بار ما تو صدها بار حداقل تو این شبکه گفتیم که ما پیامبر از جنس بشر، از جنس مردم عادی نبوده که انتخاب کنه جانشین، نمیتونسته جانشین انتخاب کنه، بعد چون که جان باید معصوم، باید با وحی در ارتباط باشه. خدا گفته خاتم النبیین، حالا میگه چرا خدا گفته؟ اون شما میدونید. ما میریم سر بحث خودمون. من اینجا ننشستم که به سوالای مسخره شما جواب بدم. من اینجا نشستم از تو بپرسم که شما که میگی من بهتر میسازم، به من رهبر نشون بده. میگه امام زمان گفته که از واجد شرایطین پیروی کنید، واجد شرایطین که با هم دیگه در حال جنگ هستن، مگه میشه جانشینا؟ بابا ملت اینا، من این بابا رو چیکارش کنم؟ عقلم چیز خوبیه، والا عقلم چیز خوبیه. میگه اینا نایبان عام امام زمان هستن. خب نایبان عام هستن یعنی جانشین امام زمان هستن، یعنی امام زمان اینا رو انتخاب کرده. پس چرا با هم دعوا میکنن؟ میگه صحابه با هم دعوا کردن. ما که از صحابه پیروی نمیکنیم،
ما از قرآن سنت پیروی میکنیم. اینقدر نمیدونه که ما از قرآن سنت پیروی میکنیم. ولی شما میگی که باید حتما جانشین باشه. حرفش رو باید ما قبول کنیم. خب پس اینا چطور جانشین امام زمان جانشین میگیم نداره؟ میگه داره. اگه داره کوش، میگه اینا همینا شما خودتون پیدا کنید. قرار خودمون پیدا کنیم که دیگه خودمون پیغمبر پیدا میگردیم دیگه. مثل که خدا بگه من پیغمبر گذاشتم خودتون پیدا کنید. بابا ملت این چی میگه؟ آخه این چی داره میگه؟ مثل که خدا بگه آقا من پیغمبر در زمین گذاشتم شما برید خودتون پیدا کنید. باز که میبینیم چهار تا پیغمبر با هم در حال جنگ هستن. شریعت مداری خمینی اونها خلل لباس کرد. ملت میگفتن نایب امام زمان خلل لباسش کرد. اومد توی تلویزیون گفت آقا من میگه گناهکارم، من بدبختم، من بیچاره‌ام. همین حالا مرجع تقلید شما یکی دیگر کافر میگه. شیرازی چی میگه در مورد خامنه ای؟ من نمیفهمم. باز میگه امام زمان اینا رو تعیین کرده. خودتون پیدا کنید. خودم که پیدا کنم دیگه به امام زمان چی کار دارم؟ نه خودش هست، نه بر من رهبر میذاره. بفرما، وقتم تموم شد. جناب آقای سجودی گفتید خاتم النبیین نمیتونه انتخاب جانشین کنه چون خودش خاتم النبیین هست. یعنی شما تصریح بر این میکنی که اگر کسی پیغمبر کسی رو تعیین کنه اون شخص میشه پیغمبر. من یک کلیپ رو پخش میکنم از همکارای خودت، این رو گوش کن جناب آقای سجودی. خود قرآن معرفی باید خاتم النبیین هست. وقتی پیامبر خاتم النبیین هست دیگه جانشین ندارد. چون اگر پیامبر جانشین داشته باشه پس باید وحی هم ادامه داشته باشد. مسئله دوم، این البته من با این حرف خیلی موافق نیستم. با این حرف شما لطفا خلیفه نیازی نیست چون اون خلافت چون که شما فرمودی خاتم النبیین است، بله، یعنی نبوت با او ختم شده، انتها، تمام شده، نبوتی وجود ندارد. اما اینها مکلف هستند که سنت رسول الله را برای مردم تبیین کنند، نه اینکه وحی جدید برای آنان بیاید. بفرما. اگر پیامبر هم جانشین داشته باشد پس باید بعد از فوت پیامبر اونم بشه فوت پیامبر. نه، این به این معنی، به این معنی اشتباه است. بله شما نگاه کن، به این معنی اشتباه. جناب آقای سجودی، این آقای عالی از همکارای خودتون شبیه کلمه بود، استدلال تو رد کرد. جناب آقای فخرازی هم همین بیان رو مطرح میکنه، میگه خلافت گاهی به خاطر نبوت و گاهی از طریق امامت ثابت میشه در تفسیر کبیر جلد 24 صفحه 528. بحث اختلاف بین مراجع، آقا من جوابتو دادم، برو مناظره اول. شما میگه دو تا مرجع با هم اختلاف دارن، خب حق با یکیشون هست، شما برو تحقیق کن ببین حق با کدوم میکشه. بحث ما سر اینه که آقا تعیین تکلیف شده یا نشده. تعیین تکلیف امام زمان کرده در اصل غیبت کبرا، پس شما اینو بحث پیش نکش. الان ما اینو جواب بده، آقای عالی و آقای فخرازی جواب شما دادن، میگن این لازمش این نیست که پیغمبر برای بعد از خودش که وقتی بخواد خلیفه تعیین کنه حتما باید این خلیفش نبی باشه. اینو سوال ما جواب بده. دوباره سوال اول، آیا تعیین تکلیف جانشین ادله عقلی؟ وقت تموم شد آیه شریفی، وقت تموم شد. بازم به شما عرض میکنم که من به سوالای مسخره شما جواب نمیدم. من میخوام نه به این کلیپ های مسخره دومتون، من میخوام وارد دین شما بشم. بابا تو میگی باید حتما جانشین باشه، اصلا ول کن فخر رازی و عالی رو. من میخوام وارد دین تو بشم. تو میگی باید پیامبر حتما جانشین داشته باشه. جانشین پیامبر امروز کیه؟ میگه خودت برو تحقیق کن. ما میریم تحقیق میکنیم، 50 نفر آدم سر ما رو گنده بلند شدن، میگه ما جانشین پیغمبر هستیم، با هم دعوا دارن. میگه برو خودت تحقیق کن. امام زمان پس این واسه چی کار است؟ همه کارو من باید بکنم. من باید برم علمم از این دوتا آیت الله بالاتر بشه تا ببینم کدومش راست میگه. آقا جان مسخره بازی چه؟ این چه جور مسخره بازیه که شما دارید میگید؟ خیلی عذر میخوام ازتون. امام زمان هیچ کار بر ما نکرد، یک جانشینم تعیین نکرد رفت. جانشین میگه خودت پیدا کن. ما که پیدا میکنیم بابا اونقدر علم داره، ما که سواد نداریم نسبت به دعوا میکنه. میگه ببین دو تا دعوا شما پیدا کن. بابا من چه جوری پیدا کنم؟ پس خودم باید رهبر انتخاب کنم. از اول هم همین میگفتی، ما رو راحت میکردی. آقا من میخوام وارد دین تو بشم، حالا رهبر جانشین امام زمان کیه؟ به من بگو ببینم کیه. عجیب حرفیه. اگر این جانشین امام زمان، اون دیگران چیان؟ چرا اونا حرف اینا قبول نمیکنن؟ امام زمان در گوش این یک حرف زده، در گوش اون دیگه گفته، در گوش این گفته غمزنی حلاله، در گوش اون گفته که غمزنی حرومه. هر دو رو میگه نایب امام زمان است. یک چیزی بگو که آخه مرغ پختن بهش نخنده. آقا خسته نکن ما رو، یک حرف رو جواب بده. اینقدر بر من نرو در فخر رازی، نمیدونم در عالی جواب. من میگم خب وارد مذهب تو بشم. آقا تکرار میکنم، دو وقت خودمه، هنوز 28 ثانیه وقت دارم. من میخوام برم به مذهب آقای شریفی. آقای شریفی جان، مگه نمیگه عقل میگه که باید آدم جانشین باشه؟ پیامبر حضرت علی رو گذاشت، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسن، حضرت حسین، برو تا مهدی. این مهدی کیو گذاشت؟
خب بگو که ما مشکل حل میشه اگه تو بگی که بتونی برای ما ثابت کنی. ما مگه دیوانه هستیم که یک نفر معصوم گذاشته باشه و بریم دنبال یه غیر معصوم؟ حالا جواب بده. باز بگو جواب ندید. جناب آقای سجودی صحبت کنم. آقای سجودی بفرما. تموم شد آقا، وقت شروع شد. بیا از اول دوباره میذارم وقت تو. شروع کن. بیننده ها شاهد باشن جناب آقای سجودی تصریح بر این میکنه من پاسخ آقای شریفی رو نمیدم. این چند بار تکرار کرده. میگه من کلیپ مسخره آقای عالی رو کار ندارم. آقا این کلیپ اولا توهین به همکار نکن جناب آقای سجودی. این همکار شما است. رد بر ادله شما آورد. اگر مسخره مسخره است، همکار شما گفته اعتقاد تضاد در اعتقاد شما رو میگه. سوال پرسیدم میگه من جواب نمیدم. ای میای میگه آقا شما گفتی بعد پیغمبر جانشین بشه. آقا من نگفتم. فهم صحابه است، من فهم جناب ابوبکر، فهم جناب حفصه است، فهم عقلای شماست. اگر صحابه نفهمیدن، اگر اینها نفهم بودن، نعوذ بالله طبق حرف شما که داری میزنی خلاف عقل گفتن علمای شما، عقلای شما. خب بگو آقا ما تکلیفمون، ما موضوع مناظرمون اینه. هی میاد میگه آقا خب این مراجع شما الان کدومی؟ آقا امام زمان تعیین تکلیف کرد، صفات اون مراجع را مشخص کرد، صفات اون فقیر را مشخص کرد. شما برو ببین کدومی کشون تابع اون صفاتی که امام زمان بیان فرمودن. بحث ما سر مصداق نیست آقای سجودی، قاطی نکن. من نمیدونم مصداق مشخص کنم که الان کدوم یکی از این مراجع ما اون صفاتی که امام فرموده اونها دارن. بحث ما سر اصل تعیینه. ما شیعه میگه آقا امام زمان اصل تعیین رو انجام داده، خلاف عقل نرفته، اما تضاد در اعتقاد شماست. الان آقای سجودی شما روایت کردید پیغمبر شما در منامه شما مسلم و بخاری روایت کرده هر کس بمیرد به مرگ بیعت امام برگردش نباشه مرگش مرگ جاهلی خارج از اسلامه، حتی اگر دینتو نقض کرد. این روایت خلیفه دوم با شما با سند صحیحه. حتی دینتو نقض کرد، حتی به تو ظلم کرد، خب این مقامی که شما برای این خلیفه قائل هستید نسبش واجب هست. حتی حد کافر هم باشد، ظالم هم باشد، نمیشه بر علیهش خروج کرد. اینو پیغمبر شما که گفته، خود پیغمبر نفهمیده باید خلیفه تعیین کنه، باید به قول جناب حفصه مثل یک چوپان نباشه که از چوپان هم پایین تر که این امت با حال خودش رها کنه. آقا این یک حرف عقلایی. سوال من آقای سجودی اینه، میگم چرا پیغمبری که شما به مردم معرفی میکنید امورش و حرکاتش در مذهب شما خلاف وقت تموم شد. وقت شما تموم شد. بازم تکرار میکنم بینندگان عالم بدونن که من به سوالای مسخره این جواب نمیدم تا بحث از مسئله منحرف نشه. و من این آخرین حرفی هم که میزنم، چون معلوم است که این جواب نداره. با اینکه اولم خودش شروع کرد، دو دقیقه آخرم با آقای شریفی میدم صحبت کنه، باز دیگه جوابش هم نمیدم چون میدونم که جواب نداره. ببینید آقایون، ما گفتیم که حرف شما درست دیگه، حرف شما درست دیگه. خب حالا به من نشون بده. تو میگی که به سوار هواپیما بیا اینجا بپر. خب هواپیما رو من نشون بده که من بپرم. میگه برو خودت پیدا کن. آقا مثل این میمونه که 50 تا لیوان برات بیارن، یکیش توش سم باشه، یکیش توش نمیدونم چی باشه. تو یک کاش کشاورز هستی، تو یه ده کار میکنی، یک دهقان هستی کار میکنی، یک کارگر هستی کار میکنی. میگه خودت برو ببین که کدومش درسته. یکیش ممکنه سم باشه، من نوشیدم شریعت مداری شد تباه شدم، یکی نوشیدم مثلا به قول شما خمینی شد خوب شد. چرا امام زمان تعیین نمیکنه؟ اگر امام زمان نمیتونه تعیین کنه، امام زمان میگه که خودتون تعیین کنید. خب یک کارگر که میتونه، کارگر معذرت میخوام، کارگر که سواد نداره، یا یک دهقانی که سواد نداره، یا یک پیرزنی که سواد نداره میتونه تعیین کنه؟ خب ما میتونیم تعیین کنیم دیگه. جواب خیلی مسئله جواب نداره. چیزی میگه خودش بهش عمل نمیکنه. آیا از این بیعقل تر ما حکم در دنیا دیدیم؟ خودشون چیزی میگه بهش عمل نمیکنه، میخواد بس بر این ور اون ور. تو میگه به عالی تو این کردی، عالی رفیقمه، به فلان تو این کردی، به بهمان تو این کردی. اینا همه حرف بی خوده. حرف با خود این است که من گفتم من داره وارد مذهب تو میشم، به من رهبر نشون بده، نشون نمیدی. امام زمان میگه تعیین کرده، خودت برو پیدا کن. حالا من بگردم پیدا کنم؟ یه آدمی که 18 سال شده مثلا هنوز علم نداره رو چجوری پیدا کنه؟ پس امام زمان تعیین نکرده، خود ما تعیین میکنیم. برای همین است که این همه رهبرم تو تاریخ اومده که بعضی‌هاشون اصلا دروغی بوده، بعضی هم مثل بهایی امام ادعای پیغمبری هم کرده. آخوند شما بود دیگه، آخوند شما بود دیگه، گفت امام زمان هستن باب. خب من صحبتم تموم شد، دو دقیقه بهشون وقت میدم و باز آخرش هم خداحافظی کنید. خداحافظ شما، بفرمایید صحبت کنید دو دقیقه. خب من ممنون از جناب آقای سجودی. گفت اعتراف کردن حرف بنده درسته، یعنی اینکه پیغمبر نمیتونه بدون جانشین امت رو رها کنه. ممنونم از شما جناب آقای سجودی بابت این اعتراف. بعدش هم شما میگی برای من شما مشخص کن. آقای سجودی شما سلفی مقلد نیستی که حرف من و تایید من نسبت به یک شخص که برای شما حجت نیست. شما از این طرف میگید آقا تقلید در قرآن هیچ جایگاهی نداره، اهل سنت رو میذید به خاطر تقلید. بعد شما میگی آقا تو برای من مشخص کن که مثلا کی هست. نه آقا صفاتش امام بیان کرده، برو دنبالش ببین کی هست و کی نیست. اما یک مطلب آخر جناب
آقای مفتی شفیع عثمانی در تفسیر معارف القرآن. بیننده های کتاب رو خوب ببینید، ایشون در این کتاب در ذیل سوره طه در ذیل بحث جانشینی حضرت هارون میاد میگه آقا اینی که حضرت موسی خلیفه تعیین کرد برای خودش، این کمال عقل حضرت موسی رو میرسونه. این حرف اهل سنت، یعنی این پیغمبری که تعیین تکلیف نکرده برای بعد خودش به کمال عقلی نرسیده. جناب آقای سجودی میگه پیغمبر نمیتونه تعیین تکلیف کنه، چون اگر نبی هست و نبوت ختم شد. پیغمبر در حدیث منزلت میگه برای امیرالمومنین وصایت، خلافت، همه اینها رو جایگاه رو مشخص میکنه. میگه بعد، ولی چی میگه؟ میگه بعد از من نبی نیست. همون حرف فخر رازی گفتم، قرار نیست چون پیغمبر نبی هست اگر تعیین تکلیف کرد برای بعد خودش و جانشین خلیفه انتخاب کرد، اون جانشین خلیفه هم نبی باشه طبق حدیث منزلت. من ممنون و متشکرم از بحثی که امشب با آقای سجودی داشتیم. فقط از آقای سجودی یک تشکرم بکنم بابت این اعتراف آخرشون، و اینی که آقای سجودی ان شاءالله این بحث ادامه داشته باشه. ما عبدالله خیلی قوی و خیلی بیشتر از این هم داریم تو این مباحث، و ان شاءالله تو هفته‌های بعد تو همین برنامه ما بتونیم مباحث دیگر رو هم بیان کنیم. جناب آقای سجودی متشکرم، ممنونم از این بحثی که امشب به حال صورت گرفت و این وقتی که به بنده دادی و این اعتراف آخری که کردید در رابطه با این که حرف بنده درست هست، شما هیچ ادله‌ای نتونستید بیارید و اعتراف هم کردید بنده هیچ سوال آقای شریفی رو جواب نمیدم. شما اگر قرار نیست سوالات بنده رو جواب بدید، پس چرا من موضوع مناظره انتخاب کنم؟ من موضوع مناظره انتخاب کردم که شما سوالات من رو جواب بدید، بیننده ها روشن بشن. اینی که تصریح میکنید آقا من اصلا نمیخوام سوالات شریفی رو جواب بدم، من سوالات شریفی رو کار ندارم. خب اگه سوالات منو آقای شریفی جان، وقت شما تموم شد، از شما خداحافظی میکنیم. خود بینندگان عزیز ما قضاوت کنن، ازتون خداحافظی میکنیم و لطفا تلفن ها رو وصل کنید. گفتم من دیگه پشت حرفشون حرفی نمیزنم، اول برنامه رو به ایشون دادم، آخرم به ایشون دادم، دیگه بینندگان خودشون ببینن که کی راست میگه. زور که نیست، زور که نیست. شماره تلفن ها رو اعلام کنید لطفا و ما در خدمت بینندگان باشیم. تا اون وقت فقط یک پیامی رو به آقای فرامرز عزیز ما که با ما دو هفته پیش بحث کردن، گفتیم اگر دوست دارن که بحث ادامه بدن فقط به ما اطلاع بدن، و هر کسی دیگه ای که دوست داره در مسئله ناباوران با ما بحث کنه، ما همه رو دعوت میکنیم که بیان یک دستور اسلام رو شب و روز که تو اینترنت مینویسید، بیایید همون قوی ترین ایرادی که به اسلام دارید رو با من بحث کنید و بگید آقا این دستور اسلام اشتباه است، بهترش اینه. اصل قضیه اینه، بقیه حرفا مثل کتاب فخر رازی اینا نیست. اصل قضیه این است که ما میگیم که یک دستوری از الله، دارم در مورد ناباوران صحبت میکنم، دستوری از الله اومده، بهترینه، بهترینه. اگر کسی فکر میکنه یک دستور هست که مثلا از اون بهترش اومده، بر ما نشون بده تا اسلام با اون حرف باطل بشه. ولی چنین چیزی رو هرگز کسی نمیتونه نشون بده. و محمد از یزد، برای آقای محمد از یزد پشت خط هستن. سلام عرض میکنم آقای محمد. حالتون چطور آقای محمد؟ بفرمایید. حال شما خوبه؟ ما حالمون خوب نیست متاسفانه. چرا؟ من میخواستم از حقیقتش که خیلی به هر حال حالا یعنی میخورده ای حالت آنفولانزا و خلاصه گرفتگی صدا و سرفه و همه چی هست با همه. بله، وقت پاییز هم اینجوره، آخرهای پاییز. بله، میتونیم وقت دیگه برای مناظره میذاریم برای صحبت، میتونیم که حالا من اگر که مشکلی نباشه بذاریم برای پنجشنبه هفته آینده. ان شاء الله پنجشنبه آینده. ولی الان بود که حالا وسط در خدمت وسط برنامه این دو سه دقیقه که وقت میدید به بیننده ها به ما بدید، بفرمایید. من در حد همین که حالا زورکی خلاصه، من در برنامه تون این بحثی که داشتید حالا نگاه کردم آقای شریفی و خود شما، اینجا نگاه کنید حضرت رسول الله، مسئله اینه که همه چی اظهار نظر شد ولی بعد از خودشون اظهار نظری شما میفرمایید اصلا نشده، در صورتی که یه فرمانده، یه به هر حال پیامبر هر که هست، این برنامه بعد خودش هم مشخص میکنه که آها ما اصلا جانشین نداریم، خودتون انتخاب کنید. پیامبر که به هر حال برای همه چیز جا مشخص کردن، برای همه موارد مشخص کردن، نمیشه که اصلا بحث جانشینی اینو اصلا ول کنن. بالاخره عقلانی اینه که اینا چیکار کنن، بگن آقا اصلا شما ما نداریم اینا، یه جایی گفته باشه اصلا ما جانشینی نداریم، شما برید و امرهم شورا بینهم انتخاب کنید. یا اونی که مثلا فرض کنید که خلیفه دوم 20 نفر انتخاب میکردن، بگن آقا شما از این شورا از اینا رو انتخاب کنید، نگه اصلا هیچی ندارید شما، اصلا جای مشخص نیست. البته مشخص بوده از نظر ما، ولی شما که منکرید هیچ اظهار نظری نیست، نه انتخاب بکنن نه انتخاب نکنن. این مشکل، مسئله سر اینه، توجه می‌فرمایید؟
حالا بر صورت نظر منم گفته باشم که بله. اینه خیلی ممنونم آقای سجودی باشه خداوند. برای پنج شنبه موضوع شرک بله. داریم انشاءالله حتما الله شما رو هر چی سریعتر بله. شفا بده و انشاءالله دعای مریض دعا داریم از بیننده ها موفق باشه یه خود این صدای ما خیلی دلخراشه هیچ عیبی نداره عیب نداره من این عرض کنم که از در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله سلام است که دعای مریض قبول میشه از شما میخوام که برای امت محمد هم دعا کنید برای ما هم و ما هم دعا میکنیم که شما سالم بشید از شما خداحافظی میکنم ولی جواب سوال شما رو میدم ببینید عزیز من اینکه من جواب آقای شریفی رو ندادم نمیخواستم از بحث بره بیرون جواب اینه که حضرت پیامبر که جانشین انتخاب نکرد مثال حضرت پیامبر یک مشکلی در قضیه حضرت پیامبر در جانشین انتخاب نکردن است شما این آیه 40 از سوره احزاب رو ببینید ما کان محمد ابا احد من رجالکم حضرت محمد پدر هیچ کس از مردای شما نیست ولیکن رسول الله و خاتم النبی پیغمبر خداست و آخر پیغمبران است آخر نبیین است یعنی آخر رسول هم است آخر نبیین هم است حالا شما فکر کن که ما بگیم تو یک شهری دارن عمل میکنن یکی راقات اتاق عمل بردن خوابوندنش سیرش باز کردن قلبش در آوردن میگن که آقا این تنها دکتر این شهره دیگه دکتر دیگه‌ای بعد از این نه تو این شهر است نه در این دنیا هست حالا این دکتر نمیتونه جانشین بذاره باید کارشو تموم کنه بگی پرستار بیا کار منو بکن پرستار که مریضو میکشه قضیه این است که پیامبر رو شما میگه هر کی جانشین میذاره پیامبر هر کس نیست این آخرین پیامبران بود باید جانشین دکتر از جنس خودش باشه توی اتاق عمل جانشین پیغمبر باید از جنس خودش باشه و چون که آخرین نبی این است شیعه مشکل اینجوری حل کرده گفت آقا اسم پیغمبر میذارم امام همه صفات پیغمبر به امام میدم معصومیتش میدم علمش میدم هر چیزش میدم خب این دیگه مسخره کردن آیاته اسم شراب شما بذار معذرت میخوام مثال برعکس زدم فقط برای فهموندن بذار پپسی شراب شرابه معذرت میخوام مثال برعکس زدم حضرت محمد پیامبر بوده دیگه بالاتر از پیامبر ما نداریم دیگه اگه بالاتر از پیامبر ما میگن هست بالاتر از پیامبر اینه نمیشه جانشین بذاره اما دین کامل کرده گفته بین خودتون شورای کلی انتخاب کنید انتخاب کردن حضرت ابوبکر که حرفی زد ما ازش میتونیم قبول نکنیم حضرت عمر اتفاقا حرفای زد که ما ازش قبول نکردیم حضرت عمر که چقدر دوستش داریم چرا اگه پیامبر اینو جانشین انتخاب میکرد نمیتونستیم بگیم ما چی نمیکنیم در زمان خودش پیامبر جانشین انتخاب کرده آقا رفته یکی جانشین انتخاب کرده این رفته جانشین دیگه اونم حضرت علی جانشینش بوده حالا در حیاتش رفته سر چیزی و گروه عصبانی شده گفته پیامبر من جانشین انتخاب کردی یا نه گفتم بله گفت من قابل باید حرف من اطاعت کنین گفتم بله گفت آتش روشن کنین آتش روشن کرد حدیث درسته صحیحه آتش بزرگی روشن کرد گفت یلا بیا بری تو آتش صحابه گفتن که بله ما به پیامبر ایمان آوردیم که ما رو از آتش نجات بده تو که داری میماری میبری تو آتش ما حرف قبول نمیکنی برگشتن پیش پیامبر صلی الله علیه و آله سلام گفت اگه داخل میشید تا روز قیامت داخلش میبودید خب حالا پیامبری زنده هست میتونه اصلاح کنه اشتباه فرمانده و اشتباه جانشین خودشو بعد از وفاتش کی اصلاح میکنه شما اومدید گفتید که آقا امام معصومه خیلی خوب قبول این آخری که معصوم بود نیست بازم به جای ما رسیدید یک دور زدید لقمه رو دور دهانتون گردوندید به ما رسوندید باز همون کارو منو خورد لقمه از دور گردون خوردید یعنی ما دستم بعد از پیامبر جانشین انتخاب کردیم شما دور زدی بعد از 12 تا خودت انتخاب میکنی این مجلس خبرگان کیو انتخاب میکنه امام زمان انتخاب میکنه رهبرو اینا دیگه میدونیم من و شما خب نمیخواستم آقا حرف شریفی رو جواب بدم چون شما گفتید من دیگه ادامه دادم آقای مسعود عزیز، آقای مسعود نخعی از قم. سلام عرض می‌کنم جناب آقای نخعی معلم بازنشسته و عزیز و محترم. خواهش می‌کنم سلام به شما و همه بینندگان. بفرمایید. سلام من دارید آقای چطوری؟ بله علیکم السلام بفرمایید. اولا من تشکر میکنم که مناظره خوبی بود ولی بدون تعارف و خدا وکیلی بگم آقای سجودی من به شما اگر داور بودم و حضور داشتم سه تا کارت زرد به شما میدادم شما حق ندارید که سخن مخاطب خودتون رو مسخره بنامید چه آقای شریفی باشن چه آقای عالی باشن و بحث این نیست که حالا کی با من هم عقیده است کی با شما هم عقیده است شما سه بار تکرار کردید سوالات مسخره است و به خاطر این لفظ شما سه تا کارت بله شما انسان محترم هستید
حتما حرفتون باید چیزی از حقیقت داشته باشه. سر خط باشید. خط شدن. خب ببینید عزیز من، ما آقای باقر شریفی دفعه اول ما نیست که مناظره میکنیم. بالاخره دیگه ما دیگه چون ما پیرمردی هستیم، بچه های زمان مجله توفیق هستیم، اول ما با کسی که صحیح کار کنه صحیح باش را میریم. اما این میاد بحث رو ده جا میبره برای اینکه از اصل بیرون بره. برای این سوال نسبت به موضوع مسخره بود. ما اگه شما میبودید این حرف رو نمیزدیم. چون آقای شریفی با اینکه جای بچه ما رو داره فکر میکنه که آدم زرنگیه، خواستم بهش نشون بدم که این زرنگی نیست. حالا ما نمیخوام، حالا ایشون خودش هم پشت خط نیست، چی بگیم؟ صد دفعه دیگه هم بیاد میگم من سوالی رو خارج از موضوع جواب نمیدم. بذار بینندگان دیگه قضاوت کنن دیگه، ما که اینجا نیومدیم چاقو نگرفتیم هم دیگه بزنیم. بله بفرمایید. هستن؟ اتاق فرمان چه خبره؟ آقای صدیقی، صدیقی از آلمان سلام عرض میکنم. آقای صدیقی، آقای صدیقی، بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. حالتون چطوره؟ بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. اولی که براتون تبریک میگم، براتون با این منطق رسا و بسیار منطق دوست داشتنی. لطف شما، ممنون. برخلاف ازی که در مناظره کلمات پایین و بالا میشه، غیر دوستان ندارن که حق کارت زرد بالا کنن. بله. دیگه که میخواستم براتون بگم در مورد مناظره که دلایل آقای شریفی بسیار سخیف بود، به خاطر ازی که انتخابی که پیغمبر میکنه او انتصاب است، او انتخاب نیست. احسنت. ولی انتخابی که صحابه میکنه به خاطر امور مسلمین و حاکم مسلمین، این انتخاب است. این انتخاب میتونه که در یک مجموعه شورا ای حتی عزل شوه، در حالی که اگر انتصاب باشه انتصاب عزل نمیشه. انتصاب باید کاملا اطاعت شوه و عدم اطاعت در برابر از او گناه و معصیت است. و ایجا یه بین انتخاب و انتصاب فرق کرده نتانسته. چیز دیگه که میخواستم براتون عرض کنم در مورد دوست دیگه که ملحد بود به نام فرامرز، او میگفت که خدایتان 1400 سال عمر داره، الله 1400 تا عمر داره. مرا بسیار زیاد خنده محمد، ولی شاید اگر شما هم متوجه می شدین این مسئله را حتما برشان جواب می دادین. ببینین مسئله توحید است، مسئله نام نیست. نام مطابق به لسان می آید. در هر لسانی که پیام پروردگار بیاید در همون لسان نام خودم ذکر میکنه. و اینجا میبینیم که در یک از لحاظ تاریخی جوامعی که بین حجر، یعنی دوران حجر قدیم و حجر جدید بوده، علمای انتروپولوژیست وقتی که مطالعه کردن دایره های جنوب استرالیا بوده که اینا با توحید، با وجود از اینکه عقایدشان به شرک منتهی شده بوده، اینا هم بالاخره با یک موجودی که فوق طبیعی است و موجودی است که حی و زنده و لا یموت است، با او معتقد بودند که نام از او را بونجیل، اونگمنا یا نورلی نام داشتن. همین رقم بیاییم که در همین رقم جوامع مثل بیرهای شوتاناکپور در هند، در اینجا همین موجوده که حی و لا یموت است، قادر مطلق است و زندگی را از او منشأ میگیره، حیات حی و ناظر است، این برام سینگا بنگا و آفریدگار و خالق جهان نام داده شده در اینجا. و در قبایل باواندا در افریقای جنوبی این بنام رال هم با یا خدای واحد و خالق کل جهان بوده. پس این در این امی خدا، امی پروردگاری که ما به نام الله میگیم، در انجیل و در تورات به نام یهوه یاد شده و در اسلام به نام الله یاد شده. بله. و اینجا میبینیم که منتها این پیش از اسلام ادیان که دیگه که از این رقم خدا و معرف از این رقم خدا بودن، این با شرک آلوده ساختن. مثلا در خود کتاب های ویدا، ریگ ویدا و در این کتاب ها وقتی که آدم میره میبینه به نام رودره یک خداست. رودره متعایی از صفاتش جدا کردن. شرک از وقت شروع میشه که از خداوند
صفات خداوند به جای پروردگار پرستش میکنند. مثلا به نام خدای آتش و به نام خدای باران و به نام خدای قادر و جبار و به هر صفت خداوند یک صنم و یک آلهه درست کردن. پس برادر ما فرامرز باید زیاد متوجه باشه که با انتروپولوژی و خصوصا تاریخ ادیان تمسخر نکنه و خود عالم بسازه، بعد از او بیایه و گپ بزنه که خدای ما چند سال است. خیلی خدای متشکر. ما از ازل است، از ازل است، ابد است، به نام‌های مختلف در لسان‌های مختلف با ما یاد شده و خودش خدا یاد کرده و مردم یاد کرده. بله، جزاک الله خیر. خیلی متشکرم از شما جناب آقای صدیقی. معلوم است که شما در این مسائل معلومات خیلی زیادی دارید. دو نکته، سه نکته عرض کنم. یکی، بینندگان، اگر با آقای صدیقی وقتی بیشتری دادیم به خاطر این است که موضوع برنامه اصلا ناباوران است، و دوم این که سخنانشون خیلی عالمانه بود در مسئله انتخاب انتصاب که خوب به جای خود در مورد قدیمی بودن. اما اینو به شما عرض کنم که جناب آقای صدیقی، من خودم متوجه شدم ایشون گفت خدای شما 1400 سال است، اما اینا رو من متاسفانه، حالا ایشون خودش هم نیست، از روی خونده های خودش گفت. حالا خدای ما یک ساله، مشکل ما خواستیم، من عادت دارم معمولا توی این بینندگان توجه داشته باشن که من دقیقا متوجه شدم که گفت خدای شما 1400 سال است، اما جواب چون ندادم، برای اینکه گفتیم که اگه هر چیزی جواب بدی از موضوع دور میشیم. خیلی چیزای بینندگان ما جواب نمیدیم تا به یک نتیجه برسیم. خیلی از شما متشکر. و آقای مسعود اگه برگشتن بیارینش، اگر نه بیننده بعدی رو بس کن. آقای بلوچ از زاهدان. آقای بلوچ از زاهدان، سلام عرض می‌کنم جناب آقای بلوچ. السلام علیکم جناب استاد سجودی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحالم که با شما بالاخره تونستم تماس برقرار کنم. در به در دنبال شما هستیم. خواهش می‌کنم. بله. و که زنگ می‌زنیم. برای ما یه معمای قبل از اینکه به سبقاده الزام یک توضیح مختصری شما کاملا توضیح دادیم. مختصری میخوام توضیح بدم. قبل همیشه میده آقا و آقای شریفی همیشه اولی نفران اونا چجوری تماس میگیرن، ما موندی والا، ما هر کاری میکنیم نمیتونه، دوباره تاخر زنگ میزنیم. چه معمایی در مورد قاعده الزامی که آقای حمید آقا گفتن و ابوالقاسمی هم صحبت کردن، واقعا به درد خودشون میخوره. در مورد اون حدیثی که آقای ابوالقاسمی گفتن که الله جل جلاله می بندش میگه که من دستش میشم و من گوشش میشم و چشمش میشم و دستش میشم، پس یعنی میخواد که به سبب صفات خداین رو به شمار خودش ثابت کنه. از این طریق علما ما کاملا توضیح، علما حدیث ما گفتن منظور از این که خدا الله جل جلاله میفرماید که من دستش گوشش میشم، یعنی این که من گوشی در اختیار منه، یعنی دیگه دوباره به اون چیزهایی که برخلاف رضایت الله گوش نمیده، مثل غیبت و برخلاف چیزهایی که الله جل جلاله کرده. بله. یعنی که الله جل جلاله چون میخوام گوشش توفیق به عبادت میدم. بله بله بله، فقط میخوام به ما وقت اضافه بدیم. بزنم بفرمایید. بعد در مورد چشم، این جایی که الله جل رضایت الله باشه چشمش استعمال میکنه، اینه یعنی. بله. من دستشم دست جا میره که رضایت الله جل جلاله، یعنی حرفتون رو نگه دارید. اینی که شما میفرمایید در طول تاریخ همینطور تفسیر شده، همه همینو فهمیدن. بله بله. عربا اینو فهمیدن، غیر عرب اینو فهمیده، اینا امروز یه چیز جدید میگن. بفرمایید ادامه بدید. بله بله، چون محمد آقا گفت باید توضیح، محمد عزیز گفتش توضیح، علما شد نه چرا توضیح دادن شما ندیدین، و ابوالقاسم دیگه این عادتشونه. و بعد در مورد جناب آقای رضایی میخواست، چون ما چند هفته میخوام تماس بگیریم، تماس برقرار نمیشه. در مورد آقای رضایی که در برنامه قرآن قاطع به مقام الله جل جلاله واقعا جسارت کردن و سبحان الله، ما میگیم سبحان الله اما یسیبون، از این چیزا که رضای گفتن گستاخی و جسارتی که کردین، گفت این بود که خدا شما خیلی کوچیکه، نمیشه صفاتش به کسای دیگه داد. ما میگیم نه، خدای ما خیلی، اولا اینکه این واقعا ما شما میشه توجه کنید، تنها کسایی که از اسلام ناراضین، چه آخر چه ملها باش چه ملحد، هر چی فقط ایرانی هستن، کشور اسلامی فقط همه اسلام قبول کردن. تنها جایی الله جل جلاله جسارت میشه تو ایرانه. مثلا یه الفاظی عوامش، آخونداش به جای خودش، عوامش، من تو بم بودم مثلا چندی سال قبل از زلزله، وسطشون حرفی میشد فوش میدادن، خدا استغفر الله چی کار کردم، خدا خدا فلان شده، یا لورای الان اینا هم اصلا صحبتشون سر زبونشون فوش به خدا، با هم صحبت میکنم به خدا فوش میدن، یا این به حساب حرف
تو ایران که میگه خدا تو من، استغفر الله العظیم است. مثلا هیچ موقع نمیگن امام زمان تو من، یا امشاری از زابولی ما که اصلا اینا را اگر هزار بار به قرآن حاضرن قسم بخورن ولی به ابوالفضل حاضر نیستن قسم بخورن. آقا رضایی، خداوند ما خیلی بزرگتر از شما میزنید. من تعجب میکنم. از دو سه تا سوال از آقای رضایی دارم. یکی این که شما نمیخواد هدف کل بعثت پیامبران و هدف این کتاب های آسمانی را بیان کنید. شما مقصد و هدف من معنای کلمه لا اله الا الله، لا اله الا الله را نمیخوام از آقای رضایی. فقط میگم هدف لا اله الا الله چه آقای رضایی؟ بله. فقط هدفش برای ما زیاد صحبت فرمودید، خیلی عالمانه هم صحبت کردید. من ازتون به خاطر اینکه بینندگان دیگه باز اعتراض نکنن، چون که چند هفته پشت خط بودید یکم وقت بهتون زیادتر دادم، یه دو نکته عرض کنم. جزاکم الله خیر. با الله بارک فیک، الله خدا شما رو حفظ کنه. یکی این که طبعا همه عزیزان ما در بم و زابل اینجوری نیستن، بله متاسفانه هستن کسانی که خود رحم نمی کنم جملاتی رو میگن در مورد الله جل جلاله ولی در مورد امام ها نمیگن. اما یک حرفی رو در مورد شما مسئله شرک و توحید گفتید، یک حرفی رو آقای صدیقی زد، اولین بار من روش توجه کردم، قبلا اومده مثلا خدای آتش درست کردن، خدای آب درست کردن، خدای جنگ درست کردن، نمیدونم خدای بیماری درست کردن، صفات الله رو دادن خدایان که میگه دارن دیگه، خدای آب و خدای سبزه و مثلا در ادیان بود. اینه در مذهب تشیع با عرض معذرت همه دوستان شیعه ما، همه این صفات آورده داده به امام، خدای جنگش هم کرده، خدای آتش و آب هم کرده، دریاها و بحر همه در دست امام دیگه. به یک معنی خدایان رو متحد کرد اما نه در الله، در امام. بیننده بعدی. آقای عدنان از هلند. آقای عدنان از هلند سلام عرض می کنم، بفرمایید. آقای عدنان. قربان، سلام علیکم آقای سجودی. علیکم سلام و رحمت الله، شما روی خط و روی ایر هستید، بفرمایید. بله، شب شما بخیر. عرض کنم خدمتی شما که من در واقع میخواستم در مورد بحث امشبتون با آقای شریفی دو مطلب رو بگم، در واقع دو تا سوال بکنم از آقای شریفی، ولی خب یکیشو دوست عزیزمون فرمودند که اگر قرار بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بخواد برای خودشون که تیرو بگذارند، این دیگه انتخاب نیست و این انتصاب هست. بله، چون انتخاب با انتخابات میشه. حسن. و انتخابات همونیست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشتن که صحابه بعد از ایشون این انتخاب رو بکنند و در نتیجه انتخابات باید باشه برای انتخاب نه انتصاب. این یکی. دوم این که البته اینو قبلا هم پرسیده بودم ما جوابی از ایشون نگرفتیم، اینه که اگر ایشون میگن که واجب هست حتی بر این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای خودشون کسی رو باید میگذاشتند، سوال اینجاست که رهبران اهل تشیع ایران چرا خودشون برای خودشون جانشین نمیگذارند؟ یعنی آقای خامنه‌ای که الان سنشون بالا رفته و ممکن هست بر اثر بیماری یا هر چیزی ایشون دیگه وفات بکنن، چرا بلند نمیشن بگن که آقا ایشون رهبر شما بعد از من هست؟ و به این شکل دیگه احتیاجی به مجلس خبرگان رهبری و اینها نباشید. آقا مجلس خبرگان همون مجلسی است که اهل سنت اون موقع گذاشتن در زمان بعد از پیامبر و انتخاب کردند. آقا شما چرا مجلس خبرگان میذارید برای اینکه رهبر رو انتخاب بکنید؟ اگر به این شکل هست خب رهبر خودش میتونه انتخاب بکنه. بل راه ما درسته، ما راه اهل سنت هست که درسته و انتخاب رو با رأی فضلا و بزرگان امت اسلامی انتخاب میکنن. این دو مطلب بود. و آخرین مطلب این که به دوستمون آقا محمد فکر میکنم بود از یزد که به شما کارت زرد دادن، میخواستم اینو بگم که خب شما باید به کسی که از بحث کاملا خارج میشه و در واقع میشه گفت یک مقدار سفسطه بازی میکنید، باید کارت قرمز بدید. حالا ما شما کارت زرد رو قبول بکنید، باید آقای شریفی کارت قرمز بگیرن در واقع. اینو امیدوارم که ایشون این نصاب داشته باشن. خیلی ممنونم برادر عزیز، موفق و معید باشید. الله شما رو حفظ کنه آقای عدنان عزیز. صحبت های فرمایشاتون خیلی در مسئله دوم، خب ما نمیخواستیم وارد بحثمون بشیم، ولی اگر حقیقتی هست که خدا یکی رو بخواد رسوا کنه، خب خودتون چرا جانشین نمیذارین؟ جالبه اگه جانشین بسازه باز میگه چرا جانشین گذاشته، چون که
یک عقیده نامعقوله. اگه آقای خمینی مثلا جانشین میذاش میگه چرا جانشین گذاشته، اگر نذاره میگه چرا. بلکه حقیقت این است که باید جانشین بذارن، اگه طبق این که میگه عاقلانه نیست. اگه میگه انتخابات، خب انتخابات، خب به قول شما اما اول اسلام هم انتخابات بود دیگه، لقمه دور گردو گلو چرا دور گردن چرا چرخوندید. اما در مسئله مسخره که گفتید راست، میخواد من یک نکته برای همه بینندگان عرض کنم. ما که میدونیم دیگه 35 سال 36 سال از ایران بیرون اومدیم و بازم دیگه با مردمی زندگی میکردیم که با گویش فارسی دیگه ای صحبت میکردن مدت زیادی. و جالبه که یک نکته که ما بهش متوجه شدیم، زبان فارسی هم عوض میشه بعد از 5 سال 10 سال، لغت های جدید میاد، اصطلاحات جدید میاد، آداب جدید میاد. من حقیقتا نمیخواستم با آقای شریفی توهین کنم، بلکه من آرزو میکنم و دعا میکنم که افرادی مثل شریفی برگردن. ما شریفی رو دشمن خودمون نمیدونیم به یک معنی، اینطوری فکر نکنید. خب خالد هم علیه پیامبر، حضرت خالد شمشیر کشید. این نیست که ما بگیم یک انسان است که ما همه دشمن ما شیطان است. خب این هدف با مسخره کردن یا با توهین کردن هرگز ما نمیتونیم اون رو برگردونیم. هدف ما توهین نبود. این زبان ما الان کمی عوض شده. اون روز یکی از ایران اومده بود، اینقدر مؤدب صحبت می‌کرد، می‌گفت حالا چرا اینطوری صحبت می‌کنه؟ باز دیدیم که این لفظ جدیده. هر چیز تغییر می‌کنه دیگه. خب از ناراحت نشید اگر که گفتیم مسخره، ولی واقعا نمیدونم مسخره، سوالا به قول ایشون از بیرون بود از صحبت. خب بیننده بعدی. آقای باقری عزیز. آقای باقری عزیز که بسیار مؤدب هستن تو صحبت، بفرمایید. آقای باقری سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم، سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، شب بخیر. شب شما بخیر، بفرمایید. آقای سجودی من یک دقیقه راجع به ناباوران صحبت میکنم، بعد دو دقیقه خودم. خواهش میکنم، بفرمایید. یک دقیقه. آقای فرامرز یه سوال ازشون داریم. شما آیا فرض میکنیم حرف شما درست نعوذ بالله خدایی نباشد و الله ما مسلمانان 1400 سال باشد، اگر از فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نظریه تکامل، هر چی میخوای بیا صحبت کنید، ما در خدمتتون هستیم، اما آیا شما ناباوران میتوانید خواب را توضیح بدهید؟ همزمانی که خواب هستید، روح شما به کجاها که میرود و در کسری از ثانیه بر میگردد؟ آیا این دو تا حالا علم تونسته توضیح بده؟ بله، سوال جالبیست. بله، ادامه بدید. قد شدیم؟ نه، هستن. بله، بفرمایید. آقای باقری، میلیارد سال پیش هیچ وقت هیچ مسلمانی، هیچ کس، هیچ فرقه، حتی هر فرقه منحرفی چنین چیزی را نگفته و این از اون الفاظ لفاظیایی هستش که این ناباوران میگوین. و اما راجع به موضوع امشب، جناب آقای سجودی، اولا من خدمت این دوست آقای نوابلوچ عرض کنم، خیلی صداش نمیومد، من صدای تلویزیون بسته بودم، و دیگران، شیعه قائل به انتخاب امام نیست و اتفاقا انتصاب است و اتفاقا جعل امام از طریق پیامبر به دستور خداوند است. یک بار دیگه میگویم جعل امام توسط پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب خداوند است. من وقتی تونو نگه داشتم آقای باقری، بلکه حتی وقت بیشتر بهتون میدم، چون موضوع بالاخره یه طریق موضوع بود بحثه. امام انتصابی است، اما این جانشین های آخری که ما حالا داریم انتخابی است، یعنی جانشین های امام زمان شما انتخابی است. این معما رو چجوری حل میکنید؟ بفرمایید، ادامه بدید. این معما رو معنا خیلی راحت. در غیبت امام معصوم که ما داریم یه حدیث داریم، انهم حجت، یعنی علما حجت هستند، از بین اونها انتخاب کنید. اما آقای سجودی، این سوال شما رو من سوال میکنم، چون گاهی آدم منصفی هستید. همه اهل سنت میگن آقا انتخابات توسط و امرهم شورا و این هم آقا قانون گذاشتیم، سلطان نشین عمان، سلطان دوست ایران هم هست، سلطان نشین عربستان سعودی، و خیلی از مفتی ها میگن انتخابات از غرب است، دموکراسی مال غربه، پس حرامه، پس تقلید از اونا حرامه. اینم گفت که ما از نظر ریاضی جواب نقضی به شما دادیم. یک کشور سنی رو در دنیا به من نشون بده، مذهب سنی بودن همون وهابیت دیگه، اینا انتخابات رو حرام میدونن. چرا مثل حضرت ابوبکر توی هفته وحدت نمیان انتخاب کنن که بگن آی مردم سعودی، آیا این آقای سلطان رو میخواید یا نمیخواید؟ این صدر اسلام از اما شیعیان حساب کنی نیستیم. چرا این انتخابات انجام نمیدن؟ جوابی ندارن، ولی ما جواب داریم. ما مجلس خبرگان داریم، یه عده مجتهد اونجا نشستن، یک نفر رو انتخاب میکنن، در حال که امام معصوم موجود است و در پس پرده غیبت است.
بله شما اجازه بدید آقای باقری جان، بحث دو شاخه کردی، یکی اینکه چرا سنی ها این کارا رو میکنن، این یعنی یک بحث جداست که جواب خواهیم داد، اما فعلا بذار روی موضوع اول باشیم. موضوع اول چی بود؟ شما اول اومدید تکذیب کردید که انتخاب امام انتصابی است و انتخابی نیست. خیلی خوب، ما گفتیم که امام زمان شما بالاخره بعد جانشینی داره یا نداره؟ اگر نداره که به جای ما رسیدید، یعنی ول کرد و رفت امت و بی سرپرست گله بی چوپان. شما میگید که علما رو گذاشته، این علما رو کی انتخاب میکنه؟ انتصاب کرده نکرده؟ این علما انتخابی هستن، توسط من شما انتخاب میشن. گاهی ممکن است یک عالم انتخاب بشه که اصلا انگلیسی باشه، یک عالم انتخاب باشه که خوب باشه، پس انتخابی شد. اول بحثی مسئله این که سنی چیکار میکنه رو صحبت جواب میدم. ما منتها بحث این است که شما خود من از سردرگمی که درش دچار هستید آگاه کنید. اول میگه انتصابی، یه دفعه در آخر میکنیش انتخابی. این جواب اگه داری بفرما، ولی خیلی خلاصه بفرمایید. خیلی خلاصه های سجوری، ما 12 امام معصوم داریم که از جانب خداوند و در لوح محفوظ هم هستند و اینا جعل شدن از طرف خداوند تبارک. نه این نیست، ببین آیه باقری، ما میگیم که آقای شریفی شما ازش دفاع کردید، میگه که عاقلانه نیست که جانشین آدم نذاره، ولی ما میبینیم که همین کار حضرت مهدی مرتکب شده اگر که عاقلانه نباشه. ولی شما این جواب نمیدید دیگه، میگه که گفته بره خودتون انتخاب کنید. لفظ انتخاب هم الان شما خودت گفتی شورای خبرگان انتخاب میکنه، گفته شرایطشو گذاشته، گفته از بین این عاقل باشد، با علمتر از همه باشه، مخلص باشه، با ایمان باشه. آقای ببینید کار غیر عملی است جناب آقای باقری. الان فرض کنید بیایم مجسم کنیم، فکر کنید همین ایران می‌خواست همین کارو بکنه، رهبر کشور مثلا میمرد میگه آقا من شرایط میذارم برید انتخاب کنید، مردم یزد یکی رو انتخاب میکرد، مردم اصفهان یکی رو انتخاب میکرد، جنگ میشد، دعوا میشد، مثل که حالا هست. این عقلانی نیست. رهبر همه کار کرده آقا، مجلس خبرگان رو گذاشته دیگه، مجلس خبرگان کارش همینه. امام زمان شما که مجلس خبرگان هم نذاشته، یعنی عباس رهبر این تو این کارو کرده که مجلس خبرگان گذاشته، امام زمان مجلس خبرگان هم نذاشته. امام زمان مجتهدینی گذاشته که این مجتهدین قانونی رو تصویب کردن، به نظر خودشون گفتن اگر 100 نفر 150 نفر 100 نفر مجتهد یه نفر رو انتخاب کنن این نزدیکتر. پس این مجتهدین امام زمان انتخاب نکرده، امام زمان انتخاب کرده نه مردم، مجلس خبرگان امام زمان انتخاب کرده، اینو میخواید بگید؟ نه، مجلس خبرگان رو امام زمان به ما دستور داده که از مجتهدین پیروی کنیم. یعنی منی که رأی دادم، من به دستور امام زمان رأی دادم به این آدم؟ امام زمان راضی است به این آدم؟ آقا یک سوال من بگو جواب بده، امام زمان راضی است به کسایی که تو مجلس خبرگان هستن؟ حالا ببینه آقای سجودی، امام سوال زمان حضرت رسول الله احسن حضرت رسول الله راضی است که عربستان یمن رو بمبارون کنه؟ ببین بحث بردی بیرون، اما جوابونو میدم، وقت نمیست که کم داری. اصلا تشکر میکنم. ببین گفتم بحث دو شاخه کردید، اما در مورد این من به شما بینندگان از عرض کنم بالاتر از آقای دوست عزیز آقای باقری، ببینید ما معتقد هستیم که اسلام برای گفته که باید شورا باشه، یعنی درست مطلوبش اونه، اما واقع‌گرا بوده. حضرت ابوبکر یه جور انتخاب کرده، حضرت عمر یه جور انتخاب کرده، شورا گذاشته، حضرت عثمان وقتی که چی شد شهید شدن، حضرت علی که البته طبق شورای حضرت عمر انتخاب شده، باز حضرت حسن رو لشکر انتخاب کرده. ما همه اینا رو هر این پنج خلیفه رو قبول داریم، برای اینکه این یک چیز متغیره. حالا فرزندان عبدالعزیز پادشاه سعودی اون حکومت گرفتن، ما اینو نمیگیم که باید اسلحه نباشه، باید اسلحه باشه، اینو هرگز نگفتیم، ولیکن عملا فعلا اینجوریه، فعلا عملا اینجوریه، ما با خیال زندگی نمی کنیم. عملا این است که پادشاهی رو گرفته، عملا این است که آقای خامنه ای تو ایران پادشاهی رو گرفته، آقای عبدالحمید در بعض چیزا باش مداره میکنه، نه این است که مثلا بگه آقا این 100% مطابق اسلامه. اسلام خلاصه در مسئله حکم گفته باید شورا باشه، باید اصلح باشه، اما این رو قبول عملا قبول کرده. به ما پیشگیری پیامبر است که بعد از خلافت راشده پادشاهی میشه، وقت تمومه و پادشاهی شد دیگه بعدش. این به اصطلاح نه این است که ما قبول داشته باشیم این دین ما اینو گفته، ولیکن دین ما چیزایی مثال نرخ پیاز تو بازار کاری ربطی نداره به دین. این رو خود مردم بر اساس صالح بودن یا ناصالح بودن حکومت سرشون بالا سرشون میاد، هر چی مردم بهتر باشن حکومت هم بهتر میاد. خب وقتم تمومه، الله حافظ و نگهدار همه شما.
Mm-hmm.